Ayante mani mahas. با درود خرس اسرائیل، پریسا هستم، با شما خواهم بود در یک برنامه دیگر از مجموع برنامه های میهن پرستان. با جناب آقای احمدی از آلمان همراه خواهیم شد تا در مورد رویدادها و وقایعی که بسیار بسیار هم جنجالی است در این هفته گذشت و وقایعی که پیش بینی می‌کنیم در روزهای آینده به وجود بیاد صحبت کنیم. می‌دونید که روزهای آینده روزهای بسیار بسیار پر سر و صدا، پر از اتفاق، یعنی بسیار پر حادثه خواهد بود در سطح جهان. میریم که با جناب آقای احمدی درودی بفرستیم. درود بر شما جناب آقای احمدی. درود بر شما سرکار بانو پریسا گرامی، درود بر همکار شما آقای کامران و درود بر همه عزیزان و خانم آقایون منشهران خوب در سراسر جهان. بله، امیدوارم که حالتون خوب باشه و نمیدونم در آلمان وضعیت کرونا بهتر شده یا خیر، ولی در اسرائیل همچنان این روند صعودی مبتلایان ادامه داره و در اینجا دارن تونتون واکسینه میکنن شهروندانشون رو. نمیدونم در آلمان شما واکسینه رو امتحان کردید یا خیر، در آلمان شروع کردن به واکسن تزریق کردن یا خیر؟ بله، وضعیت در آلمان نه، همچنان بسیار وخیمه. حتی بعضی از مناطق اعلام کردن که بعضی از شهرها یا شهرهای کوچیک که اگر از یه رقمی بالا بره میزان کرونا، اینا حق ندارن تا 15 کیلومتر شهر خودشون ترک کنن، مگر فرد و فرد محل کارشون یه کمی دورتر باشه، مثلا 20 کیلومتر 25 کیلومتر باشه، با نامه میتونن شهر رو ترک بکنن، یا مسئله پزشکی باشه، ولی در حالت عادی نمیتونن از 15 کیلومتر رد کنن. نه، وضعیت در آلمان هنوز در وضعیت قرمز خطره و واکسن هم شروع کردن، گفتن که فعلا توی این خانه سالمندا، کسانی که بالای 80 سالشون، اول اونا و بعد میشه بین 70 تا 80 و بعد 60 تا 70، همینطوری به ترتیب تا نوبت ما پیرمردهای آینده هم برسه. شما واکسن نزدین هنوز؟ نه، نمیشه، اجازه نداریم، تا اول به چیزا باید بزنن، سالمندا باید بزنن به عبارتی. خب امیدوارم که حالتون خوب باشه آقای احمدی، همواره سلامت و سرحال باشید. میدونین که این هفته یک هفته پر دردسر و پر مشغله بود برای دنیا، حالا هم این اپیدمی کرونا یقه مردم دنیا رو گرفته و حالا یه موج بیبرقی و بیابی و نمیدونم از ایران شروع شده تا ایتالیا و لندن و آمریکا هم رفته و خب خیلی ها میگن دلیل این بیبرقی ها، حالا تو ایران که مشخصه دلیل این بیبرقی ها چیه، یک حکومت فاسده که همیشه دست تو جیب مردم میکنه، ولی خب در ایتالیا، در انگلستان، در آمریکا، نمیدونم در آلمان هم شما شاهد بیبرقی بودین یا نه؟ من نشیدم، نه، چون آلمان اگر یه لحظه برقش بره به هر حال اخبار اعلام میکنه، نه من هیچ جا نشیدم، فقط توی دنیای مجازی چند نفر برای من نوشتن که آقای احمدی برلین در خاموشیه، والا تا اونجایی که من میدونم برلین روشنه، خاموشی من ندیدم. آها بله، بعد ما شنیدیم که این قطع برق به همه کشورها رسیده. شما من نشیدم، شاید باشه، من تا امروز هیچی نشیدم راجع به قطع برق در آلمان. بله، فکر میکنین دلیل قطع برق در کشورهای مثل آمریکا، بریتانیا به چه دلیل میتونه باشه؟ شایعات زیاده، من بر اساس شایعه چیزی نمیتونم بگم متاسفانه، تا چون خیلی چیزام در مورد آلمان میگن، آقا مونیخ برقش رفت. من تو اخبار آلمان، چون اخبار آلمان رو من حداقلش هر روز صبح که سر کار میرم اخبار رو میشنوم و مدام این خبر شنیدن تا ساعت 4:30 بعد از ظهر به صورت هر نیم ساعت یه باری رادیوی آلمان بغل دست منه و دارم گوش میکنم و خیلی هم برای من میرسن آقای احمدی فرانکفورت، مونیخ، برلین، که اصلا دیگه اینطور که نوشتن کاملا
در تاریکی مطلق نمیدونم، من نشنم. انگلیس و امریکا هم میگن، ایتالیا هم میگن اینو گرفتن اونو گرفتن، این داره در میره، اون فرار کرده، اینا بالا نمیدونم چه خبر. آقای احمدی، من امروز تو خبرها دیدم که اروپایی ها به همینطور مایک پومپئو آلمان رو حسابی بهش هشدار دادن که مراقب رفتاراش باشه. شنیدم، یعنی اینطوری توی خبرها اومده بود، حتی رویترز و اسوسییتد پرس همین خبرها رو انعکاس داده بودن که آلمان رو حسابی بهش هشدار دادن که مراقب باشه با ایران معامله و داد و ستدی نداشته باشه. مثل اینکه این آلمانی ها یه جورایی زیرزیری، خب همه ما میدونیم با جمهوری اسلامی همکاری میکردن، این رو چطوری میبینید این واقع رو؟ چی شده که الان مثلا حتی انگلستان هم گفته که بله ایران از برجام عبور کرده، زیر پا گذاشته، نمیدونم محکوم میکنیم این غنی‌سازی اورانیوم 20% رو فلان میکنیم، این الان چی شد که به آلمان هشدار دادن؟ فکر میکنین که جنگی در راه منطقه که کاملا جنگی شده؟ حتی تو آمریکا هم به مردمش اعلام کردن که آقا آذوقه بخرین بذارین تو یخچالاتون، نمیدونم جنراتور بیارین، نمیدونم تلفناتون رو شارژ کنین، جنراتور داشته باشین، برق داشته باشین، یه حالتی که همه رو بردن تو استرس. و دلیلش فکر میکنین چیه؟ جنگ قرار اتفاق بیفته؟ حالا از اینکه دنیا حالت نرمال نداره و اون موقعی که سال 2000 اون دو تا هواپیما اومدن رفتن اون دو تا ساختمون دوقلوه و اون وضعیت رو در جهان به وجود آوردن، خب این دنیا حالت عادی نداره. و من خودم شخصا سالهاست دارم میگم که اگر روند کره زمین، یعنی اگر الان من میدونستم امشب باید یه مدرکی رو میکردم، یکی از صحبتامو که سال 2006 بود در رادیو هیوستن تگزاس گفتم، می آوردم امشب این رو برای شما پخش میکردم، که من سال 2006 گفتم در 3 یا 4 تا برنامه عرض کنم و به اندازه خودم با دلیل و دلیل محکمه پسند، دلیل تاریخ پسند، و با سندم ثابت کردم که اگر اوضاع به همین شکل پیش بره، بیشک و تردید جهان با یک جنگ جهانی که من اسمشو گذاشتم جنگ جهانی کوچک مواجه خواهد شد، که این جنگ جهانی کوچک تبدیل میشه به جنگ جهانی بزرگ، یعنی جنگ جهانی سوم، و ابعادش بسیار وحشتناک خواهد بود تا لحظه ای که دیگه دستا بخواد بره رو اون دکمه قرمز و بمب اتم، بعد یک صلحی به وجود بیاد. ولی یه چند صد میلیونی شاید تو مرز 1 میلیارد، 1.5 میلیارد، 2 میلیارد شاید کشته بده، هند، پاکستان، کل خاورمیانه، ابعاد جنگ تا ترکیه، تا اوکراین. من اون موقع تو گفتم در مورد مسئله بالکان، گفتم که این ابعاد جنگ میکشه به کشورهای نظیر بلغارستان، رومانی، مولداوی، اوکراین، و به دلیل فقر زیاد و دامنه جنگ احتمال خیلی قوی به خاطر مسئله قبرس به یونان به کشیده خواهد شد، آفریقا دوچار این درگیری خواهد شد و و و. به هر حال این جهان حالت عادی نداره. شما ملاحظه بفهمید 70 و چند میلیون، 74-75 میلیون امریکایی میاد به پرزیدنت ترامپ رای میده برای ریاست جمهوری، و یه بخشی میگه نه آقا ما نمیخوایم تو بری تو کاخ سفید، اون تو اومدی سیستم دنیا رو به هم زدی، تمام بازی‌های جهانی رو به هم زدی، بعد حالا میخوای بری کاخ سفید، نه ما همچین اجازه‌ای بهت نمیدیم. بنابراین خب طرف مقابلم ساکت نمیشینه، اونا هم دست به اقداماتی خواهند زد. این که احتمال جنگ در خاورمیانه هست، بله هست، چون اتفاقا در هر جای جهان که شما هر منطقه حساسی رو که بخواید نگاه کنید، الان حساس‌تر از منطقه خلیج فارس شما منطقه نمیتونید پیدا کنید، یه منطقه که 100% آشوبه. واسه خاطر همین خدایگان آریامهر بزرگ که امروز سال روز به اصطلاح خروج علازه شانش آریامر از کشور هست، به عبارت فردا 26 دی، ایشون فرمودن که اگه من برم جهان با وحشت بزرگ روبرو خواهد شد و منطقه به آشوب کشیده میشه. و دیدیم از موقعی که علازه کشور رو
مجبور شدن ترک کنن، تا امروز دیگه ما هممون بچه خاورمیانه هستیم، هممون بچه های اون منطقه، هممون شاهد هستیم که آب خوش از گلو کسی پایین نرفته. و هر روزم اگر شما در یک مقطعی شاید چند هفته یا شاید چند ماهی، واقعا چند هفته یا چند ماه بیشتر نه، چند هفته یا چند ماه به صورت ظاهری خلیج فارس ساکت بوده و یه چند تا کنسرت تو دبی برگزار شده و یه چند تا بشکه نفت سالم از تنگ هرمز رد شده، فقط بنزه چند هفته و چند ماه بوده. در طول این چهار دهه مدام خاورمیانه در آشوب و بلوا بوده و هر لحظه داره این وسعت این آشوب و بلوا داره بیشتر میشه. و اینکه مرکز ثقل تمام این جریان جمهوری اشغالگر اسلامی که متاسفانه نام کشور عزیز ما ایران رو هم یدک میکشه، بله احتمال جنگ هست، اسرائیل پاش به منطقه باز شده، دوست شده الان با اعراب، پس موقعیتش بهتره، موقعیت مانور نظامیش بیشتره، قدرت نظامیش خیلی بیشتر شده نسبت به 14 پیش و زخمی تر شده نسبت به 14 پیش. خب اسرائیل هم خیلی چیزا رو تحمل کرد تو این 14 و حالا کار نداریم در یک بخشی هم خود سیاست گذاران اسرائیل مقصر بودن، ولی در نهایت خود اسرائیل هم خیلی ضربه خورده، آدماش کشته شدن، ترور رو تحمل کرده، آدم ربایی شده تو کشورش، بمب گذاری شده، عرض کنم بارها و بارها در شهرهای بزرگش حمله کردن به مردم غیر نظامی و چه و چه. خب به حال بستر الان در خاورمیانه برای بروز یک جنگ خطرناک آماده است و جمهوری اشغالگر اسلامی هم خیال نکنید که ناراحته، نه، اونم با آغوش باز به پیشواز این جنگ خواهد رفت با این تفکر ابلهانه این آخوندهای بیشعور که تصور میکنن که بله چون یک جنگ میهنی خواهد بود، چون به هر حال یک کشوری به اسم اسرائیل، امریکا یا ایکس و ایگر وقتی حمله کنن میشه جنگ میهنی و این بار مردم حمایت میکنن، ولی دیگه غافل از این هستن که نه تنها مردم حمایت نخواهند کرد، بلکه اگه پای یک سرباز امریکایی بخوره رو خاک ایران، این ملت ایران هستن که به همون سرباز میگن آقا جون همین یه متر واسه همونجا بمون، ملت بلند خواهند شد، چون طبیعتا مردم منتظر یه خوشوانه هستن به عنوان نیروهای آزادی بخش که بیان و ملت ایران رو واقعا از این وضعیت نجات بدن. در حال خاورمیانه بله در وضعیت خیلی خیلی خطرناکی قرار داره و نه فقط خاورمیانه بلکه چند نقطه دیگری از جهان. الان شما مسئله یوگسلاوی رو خیال نکنید که مسئله ساکت شده با تقسیم بندی یوگسلاوی به 7 کشور، نه، هنوز میهن پرستانی هستن در منطقه که ما امروز بهش میگیم صربستان، هنوز داغ اون جریان هستن. مسئله کوزوو رو شما نمیتونید فراموش بکنید، مسئله کشتاری که شد در یوگسلاوی رو به این سادگی نمیشه کنارش گذاشت. به هر حال متاسفانه سیاستمداران کنونی جهان که سرنخشون در دست سیاستگذاران جهانه، اینا هنوز نتونستن یک ختمش سالمی رو و تمیزی رو به وجود بیارن، چون 99% یا خیلی راحت بگم 100% بجز یکی دو تن همشون دزدن و همشون تو پاشون رو از پست و مقام میذارن کنار، بلافاصله دادگستری میگیرتش آقا تو فلان در دوران ریاست جمهوری دزدی کردی، فلان کردی و غیره. الان ببینید آذربایجان و ارمنستان رو نگاه کنید، ببینید مسئله عرض کنم همین افغانستان رو ببینید که هنوز جنگ داخلی توش هست، اخبار بیرون نمیاد، یمن هنوز شلوغ، اون طرف مرز به اصطلاح بین آسیا و آفریقا مسئله سومالی، سودان اونجا ساکت نیست، چون اخبار بیشتر تو خاورمیانه است ما اونجا رو ندید میگیریم. خود مسئله اسرائیل هنوز در حالت جنگی به سر میبره، هنوز مشکل داره با لبنان، مشکل داره با فلسطین، مشکل داره با اعراب، با اعراب تروریستی که تحت کنترل جمهوری اسلامی. به هر حال همه نوع احتمالی هستن که خودتون هم اشاره کردی، وقتی تو امریکا میگن آقا آذوقه برای خودتون جمع کن، آقا چرا میاد امریکا اینو میگه؟ اون سرزمین پهناور بیاد مردمش بگه، چون منم مثل شما در حدی همین حد شنیدم و دوستانی که در امریکا هستن برای منم در همین حد تعریف کردن که آقا آذوقه جمع بکنید، نمیدونم تلفناتونو شارژ کنید، بعد موتور برق آوردن تو لس آنجلس، موتور برق آوردن تو واشنگتن، بعد نشون میده فیلماش برای ما میاد دیگه. خب فیلما رو دیگه نمیتونیم منکر بشیم، ارتش اومده به حالت نظامی، حالت استراری تو خیابونای پایتخت امریکا داره قدم میزنه، یعنی دنیا داره به یه سمت و سوی میره که فقط ما میتونیم حدس بزنیم و حدسیاتمون هم طبیعتاً حدسیاتی نیست به سمت صلح بره. این جهان داره به سمتی میره که من خودم شخصا هر روز صبح که بیدار میشم پیچ رادیو رو باز میکنم منتظر یک خبر هیجان انگیزم، یه خبری که خبر معمولی هر روز نیست و مسبب اصلیش هم من به طور حد بگم که مسبب اصلیش هم
فاناتیک های مذهبیون هستن، مسلمانان شیعه به ریاست جمهوری اسلامی و کمونیست های جهان که این ارتجاع سرخ و سیاهی که آریا مهر بزرگ روانشاد فرموده، اینها متحد شدن بر علیه جهان متمدن. حالا جهان متمدن چطوری پس این دوتا وحشی، این دو ایدئولوژی واپسگرای عقب مانده جنایتکار که هر دوشون هم جنایتکارن، چه مسلمانان اونم بخش شیعه چه کمونیستا، چطور آره جهان بتونه از زیر بار این وحشیگری بیرون بیاد؟ اینو دیگه باید کسانی که ادعای تمدن میکنن مثل اسرائیل، مثل امریکا، مثل فرانسه، مثل آلمان، مثل انگلیس، چون اینا فعلا هستن به عنوان قدرت این طرف قضیه، اگه ما بخوایم اینا رو به عنوان کشورهای متفقین به طور مثال عرض میکنم، متفقین بخوایم ازشون نام ببریم، این چند تا کشور هستن که باید صلح به جهان برگردونن، ولی میبینیم که هر کدوم شما خودشون سرشاخ اونگی رو گرفتن. امریکا الان بسیار 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 روابط سردی با آلمان داره و خیلی راحت بگم چشم دیدن آلمانو نداره، با اینکه حزب کنونی آلمان عموما به سمت امریکا بود، عموما به سمت جمهوری خواهان بود، ولی انقدر دیگه اوضاع به هم ریخته که مثلا مرکل هم میاد پشتشو میکنه به جمهوری خواهان، و یا ماکرون یا آدم که اصلا نه تجربه داره، این در حدی نیست، در سن و سالی نیست، در وزنه ای نیست که بخواد بیاد در این شرایط رهبریت کشور فرانسه رو به دست بگیره. و ما اینو باید بدونیم، شما در اروپا انگلیس رو بذارید به جای خود، چون انگلستان یه سیاستی داره که این سیاست توسط کاخ سلطنتی داره تعیین میشه، اونایی که میرن تو اون خانه شماره 10 اونا رو فراموش کنید، اونا در حدی هستن که سیاست های داخلی رو به چرخونه، سیاست خارجی از جای دیگه دیکته میشه، ولی در دو کشوری مثل آلمان و فرانسه همیشه سیاست مداران اینجا به قدرت رسیدن که حداقل سنشون اینا 57 سال نزدیک 60 سالشون بوده، ولی یه جوان بی تجربه ای توسط شرکت های اتومبیل سازی و شرکت های شراب سازی و شرکت کارخانه عظیم اسلحه سازی و نفت بخواد بیاد به قدرت برسه با پول همون خانومی که مادرش بوده، خانومش بوده، حالا نمیدونم چی بوده، خب این نشون میده که دنیا دست کسانی هستش که خودشون هنوز دهنشون رو شیر میده و اینا نمیتونن سیاستمدار باشن. شما به فرانسه رو نگاه کنید، ببینید در فرانسه یکی مثل میتران که سوسیالیستی بود که یک سیاستمدار بسیار با تجربه بود، شما نگاه کنید مثل شیراک، ببینید مثل خیلی هاشون ژیسکار دستان و حتی نخست وزیرانشون، هر کسی شما میبینید در فرانسه به قدرت رسیده، اینا انسانهای با تجربه بودن، نه یه جوان نیمه تحصیل کرده ای که هنوز الفبای سیاست رو نمیدونه، هنوز تاریخ فرانسه و تاریخ اروپا رو تازه دارن براش تعریف میکنن، هنوز داره تو کاخ الیزه رد میشه داره نگاه میکنه میدونه مثلا این نقاشی ناپلئون مثلا چرا اینجاست، نقاشی مثلا فلان شخصی چرا اینجاست، و یا وضعیتی که در آلمان هست، اون خانم مرکل وزنه ای نمیتونه تو جهان باشه، صدر اعظم خوبی برای کشورش که یه ذره مردم آلمان میتونن سوسیس آلمانی بخورن و نوشیدنیشون رو بنوشن و آخر هفته خریدشون رو بکنن، ولی این نمیتونه تو دنیا وزنه ای باشه. شما مثلا میخواید مرکل رو با کی در آلمان مقایسه کنی؟ با ویلی برام، با هشمید، با هلموت کول، با کی میخواید مقایسهش کنی؟ عددی نیست، شخصیتی نیست، حتی شرودر حداقلش این بود که تکلیف خودش رو روشن کرد و خودش رو چسبوند به روسا، به پوتین، که آخر هم شد نفت فروش پوتین. یا مثلا فرض بفرمایید نخست وزیر کنونی انگلیس رو شما این جانسون رو میخواید با کی مثلا مقایسهش کنید؟ با تاچر، با کالاهان، با چرچیل، با کدوم؟ حتی تونی بلر، تونی بلر وزنه بود، شما اینو میخواید با کی مقایسهش کنید؟ که دیدیم دیگه در طول چند سال اخیر چند نخست وزیر در فرانسه، در انگلیس جابجا شد. چرا؟ به دلیل سیاست‌های که متزلزلن، و این نه اینکه آدم بی سوادی باشه، نه اینکه آدم سیاستمداری نباشه، اینا الان مرد میدان نیستن، اینا آدمایی نیستن. الان فرض بفهمید در همین الان، در همین لحظه بارک که در اسرائیل روزی روزگاری قدرت رو در دست داشت، اون الان قدرت در اسرائیل در دست می‌داشت، اسرائیل تیکه پاره می‌شد، اسرائیل الان این مرد قدرتمند رو می‌خواد، این آدم نتانیاهو باید الان سر کار باشه، این آدمی که می‌تونه کشور جمع جور بکنه، این آدمی که سابقه نظامیگری داره، سابقه جنگ داره، دیده سردی گرمی روزگار رو چشیده، الان یه آدمای پخته رو باید مثل ترامپ، مثل دونالد ترامپ، اینا باید الان در رأس قدرت باشن، نه یه جوانی که دست چپ و راستش رو نمیشناسه. فرض کن الان به جای خامنه ای
یه طلبه الان تو ایران نشسته بود، خب میشه حد زد دیگه ایران تو چه حالتی بود. کسی باید اونجا بشینه که حداقل خودش 10 سال پیش از شروعش 57 تو خیلی بازی ها بوده، سینما رکس آبادان آتیش زده، قاچاقی رفته نجف خمینی رو دیده. آدم باید با تجربه باشه که بره بشینه بشه رهبری یک کشور. شما نمیخواید بشی وزیر امور خارجه که نمیخواید بشی، وزیر آموزش پرورش که نمیخواید بشی، شما میخواید رهبری یه مملکت رو دست بگیری. رهبران کنونی جهان با کمال تأسف به جز یکی دو تاشون همشون خیلی حالشون خوش نیست. مثلا رهبر چین رو نگاه کنی، اصلا در قد و قواره جمع کردن کشور چین نیست. شما این رهبر چین رو میخواید با کی مقایسه کنی؟ با رهبران دهه 70 ببینی با کدومش میخواید مقایسه کنی؟ واگوفه مثلا یه نمونهش بود، یه رهبر مقتدری بود، نمیتونستن به اون راحتی از پسش بر بیان. یا سایرینشون با کمال تأسف دنیای بدیست و دنیا داره میره به سمتی که من احتمال جنگشو میدم، بله، مگر چند تا آدم باشور بیان دلشون با حال بشریت بسوزه و دنیا رو به سمت صلح ببره. بله، عرض کنم خدمتون که این آقای خامنه‌ای ببخشید بلا نسبت از اون طرفی از لحاظ درس پدر سوختگی بسیار بسیار رهبر مناسبی است، نه برای بله دقیقاً برای تروریست. بله. شما باید اونطوری رهبر باشی که بتونی یک کشوری رو مثل ایران رو 41 سال 10 سالشو خامنه‌ای نگهداره، 30 سالشو خامنه‌ای. خامنه‌ای چجوری تونسته 30 سال نگهداره؟ با جنایت، با کشتار، با دزدی، با فشار. شما خیال نکنید این کار ساده ایه، دیکتاتور بودن هم هنر میخواد. یک کسی مثل استالین چطوری روسیه رو نگه داشت؟ شما باید وقتی که میرید، شما وقتی میخواید بشید دیکتاتور، باید تو قالب اون دیکتاتور درست بری. شما نمیتونی ادای دیکتاتور در بری. علی خامنه ای این آخوند بی سواد روزخون نشون داد که برای حفظ حکومت جمهوری اسلامی به هیچ کس و هیچ چیزی رحم نمیکنه. حتی به رفقای جونجونی خودش رفسنجانی رو کی کشت؟ تمام اطرافیان رو کی کشت؟ همه رو خامنه ای کشت. این کسی که الان اونجا نشسته یک مار، این یه عفی اونجا نشسته. الان اگر این نبود کسی دیگه کی رو مثلا الان ما کی رو داریم که بتونیم بذاریم در قالب خامنه ای اونجا که به این شقاوت بتونه بره جلو؟ آقا رئیسی هست آفر، نه، کسی مثل این شاگرد خمینی نمیتونه باشه. بهترین کس رو انتخاب کردن برای کشتار ملت ایران، و نه اینکه رهبر مدبر و رهبر باسوادی باشه این روزخون بیشون. عرض کنم خدمتون که آقای احمدی توییتر، فیسبوک، یوتیوب حمله کردن، همه حساب‌های وابسته به آقای ترامپ رو بستند، حتی حساب خود ما در یوتیوب تعطیل شد، فقط به خاطر اینکه از ترامپ صحبت کرده بودیم، از انتخابات آمریکا پرده برداری کرده بودیم. و چجوریه که حساب ترامپ بسته میشه، حساب میهن پرستان آمریکایی بسته میشه، اما خامنه ای که همین پریروز، همین چند روز پیش گفته بود اجازه نمیدم که واکسن وارد ایران بشه، واکسن فایزر و مدرنا رو نمیذارم مردم ایران بزنن، که اون خودش جنایت علیه بشریته. حالا بگذریم از آبان 98 که 1500 جوان رو در خیابان به دستور خامنه ای به خاک و خون کشیدن، بگذریم از بعد اون که هواپیمای اوکراینی بود، بگذریم از قتل‌های دهه 60، بگذریم اصلا همه رو بیخیال شیم، همین دو روز پیش همین اقدام خامنه ای که گفت من اجازه نمیدم مردم ایران این واکسن ها رو بزنن، این خودش نشون دهنده چیه؟ بیانگر چیه؟ و چرا توییتر اون آقا رو بلاک نمیکنه، حسابش رو مسدود نمیکنه؟ یکی از صحبت هایی که در مورد اسرائیل کرده بود در یکی از همین، هنوزم قابل دسترسی است، دوستان میتونن برن تو توییتر ببینن، نوشته بود که اسرائیل قده سرطانی است و باید از دنیا محو شود. چجوریه که این چیزی که این نوشته خشونت برانگیز نیست، فقط ترامپ خشونت برانگیز تحریک کننده است؟ چرا باید امروز روز صدای آزادی خواهان بسته بشه حتی در شبکه‌های اجتماعی و این آخوندها بتونن به کارشون ادامه بدن؟
ببینید من فرسا من خیلی خوشحالم از این که هر روز داره حقانیت حرفای من ثابت میشه. شما خودتون یک شاهد زنده. من بارها و بارها در مورد مدیاها چی عرض کردم، چه فارسی زبانش چه غیر فارسی زبانش. فقط من راجع به مدیا به اصطلاح رادیو تلویزیون فارسی زبان لندن و لس آنجلس نمیگم، بارها عرض کردم بازم میگم، ما سه خبرگزاری مهم در جهان داریم، یعنی به عبارتی اینا مادرن که هر خبری زیر دست شما میاد که اونجا نشستید به عنوان حالا خبرنگار، شما به عنوان اخبارگو، به عنوان هر عنوانی شما دارید، به عنوان ژورنالیست، هر ژورنالیستی در دنیا هر خبری زیر دستش میاد یا از کانال اسوشیت پرس باید رد بشه یا یونایتد پرس باید رد بشه یا فرانس پرس، هر ستاش تحت کنترل چپ جهانه. شما یک نشریه آزاد رو من در دنیا نام ببرید، همین آلمان نشریات سیاسی شپیگه مالکیه زیر نظر چپه، هر موقع دلشون بخواد می نویسن شاه دیکتاتور بود، شاه در همون زمان علازه دارم عرض میکنم که در زمان شاهنشاه آریامهر نوشتن که من نشون دادم اینو در تلویزیون که عقاب و اوپک نوشتن که در تیتر اولش که شاه اومد و میخواد صنایع نفت ما رو صنایع آلمان رو بخره، همون روزنامه میاد خمینی رو ازش تعریف میکنه، همین مجله هفته نامه فوکوس به همونشه شویگه. شما برو فرانسه رو نگاه کن، روزنامه هاشون، مجلاتشون، انگلیس رو نگاه کن، اسپانیا رو، هر جای دنیا رو شما انگوش بذارید، بجز چین و روسیه اینا، اونا جز دنیا نیستن واقعا. ما داریم راجع به دنیای حرف میزنیم که اصطلاحا بهش میگن دنیای آزاد. شما یه نشریه سالم به من تو امریکا نام ببرید، کدومش؟ نیویورک تایمز، واشنگتن پست، لس آنجلس تایمز، کدومش؟ اینا آساشن دیگه، تاپش اینا روزنامه‌هاشن. تمام نشریات جهان، تمام خبرگزاری‌های جهان، همین فیسبوک، همین برنامه زوم، اسکایپ، تلگرام، اینستاگرام، حالا تلگرام فعلا گندش در نیامده، حضورتون عرض بکنم، همون توییتر، چه و چه، همه اینایی که ما باشون اسمشون شنیدیم، حالا باشون در ارتباطیم نیستیم ولی اسمشون شنیدیم، تمام بچه‌ها، دوستان، همرزمان من که در فیسبوک یک جمله راجع به ترامپ نوشتن، همشون رو بلاک کردن، یا در اینستاگرام که چرا به من میگن بیا تو فیسبوک، بیا این و بیا اون، و چرا نمیام، چون میدونم دروغه. خود من هر بار راجع به اوباما انتقادی کردم، انتقادی که واقعیت بوده، یعنی دروغی نگفتم، با عکس و سند نشون دادم. همون شب که برنامه رو گذاشتم توی یوتیوب، اینا بچه ها برای من درست کردن، بلد نبودم، به من یاد دادن چیکار کنم، برای من سریع اخطار میومد که در بعضی از کشورها این غیر قابل دیدنه، نمیدونم فلانی بهت اخطار میکنیم، اینجاش اشتباه بوده، اینجاش فلان بوده، اینا من روز اول متوجه نمی شدم، چند بار اول، بعد یک مرتبه دوزاری مفتاد، گفتم که این یه دلیلی داره، من چه کار دارم میکنم. به هر حال براشون نوشتم، البته خودم نه، دادم یک عمیانی از عزیزان برای اینا به انگلیسی نوشت که آقا جون جریان چیه، گفتن که شکایت شده شما به بعضی از دولت‌ها چیز کردی، اتهام زدی. من یه مرتبه دوزاری مفتاد جریان چیه، جریان اوباما، دو سه تا برنامه من هیچی نگفتم، دیدم آها اون اخطار قرمزه برام نیومد. تو یکی از برنامه هام به چند تا دوستام هم گفتم، مخصوصا یه 10 دقیقه 5 دقیقه راجع به اوباما حرف زدم، خیلی تندم حرف زدم، بلافاصله برای من چیز اومد، پیام که اومد، من اینو گوشتم توی چیز توی یوتیوب، یه ساعت بعد بچه‌ها برای من پیام فرستادن آقای احمدی این برنامه شما باز نمیشه. من میخواستم بخوابم، کلیک کردم روی یوتیوب، دیدم نوشته این گشپرت شده، این بسته شده، که بعد من متوجه شدم. خب شما ملاحظه بفهمید من آدمی که مثلا من چه تغییری میتونم تو سیاست جهان بدم، اینا همش دروغ. بانو پریسا، آزادی بیان وجود ندارد، دارد، آزادی بیان هست، مثل جمهوری اسلامی، شما در جمهوری اسلامی هم آزادی بیان داری، منتها آزادی بعد بیان نداری. شما میتونی الان تو جمهوری اسلامی هر چی دلت بخواد بگی، ولی صحبت بستر اینه که بعد از اینکه گفتی آیا سالم رد میشی یا سالم رد. چرا من میگم حشمت الله تریاک زدی، تبر زدی، نمیدونم چی زدی، این آدم ماموره؟ آخه مگه میشه تو بیه بشین جلو دوربین،
خامنه ای رو بندازید تو دستشویی، یا بقیه اراذل اوباش و یا اون یه صادق چیچی کلام و بقیه اراذل اوباش بیان بشن اونجا حرفا رو بزنن، بعد با همین سادگی ردشن برن و تو ادای اپوزیسیون در بیارن. نمیشه. نرگس محمدی داره دروغ میگه. اون چیز چیچی اون هزار توده ای، نسرین هزار توده، دارن دروغ میگن. اینا یه پل هوایی زدن با این معصوم قومی و مسیح کیه این یارو اینجا خارج از کشور، با اینا پل هوایی زدن میخوان واسه خودشون اپوزیسیون بازی کنن. اینا همشون مامورن. اگر مامور نبودن تو نمیتونی بیا بشینی تو جمهوری اسلامی تو اعتراض بکنی و خلاف راه از کنارت بگذرن. چطور دیگران نمیتونن اعتراض کنن؟ چطور تا 7800 تا ملت ایران کردن توی زندانا؟ چطور بچهای مردم میکشن؟ ببینی دنیا تحت کنترل چپه. من اینو بارها و بارها و بارها گفتم. علی خامنه ای رو کی در دنیا، کدوم آدمی که حتی عقلم نداشته باشه، کدوم آدمیه که ندونه علی خامنه ای این مردک بی سواد روزخان دیکتاتور معتاد بیشعور، واقعا بیشعور. اگر تو تمام آخونده شما بیشعورتر از خامنه ای اسم یه نفر آوردی، من دست از تمام ادعام برمیدارم. اسم یه آخونده بیاری که نسبت به خامنه ای بیشعورتره، حتی منتظری که از نظر من اون واقعا سوپر بیشعور بود، اون آخوند منتظری شعورش از خامنه ای بیشتر بود. خامنه ای اجازه داره کانال داشته باشه تو همه جا، بعد پرزیدنت امریکا اجازه نداره. خب دیگه خیلی مسخره است. خامنه ای که حداقل در طول 40 سال نزدیک به 1 میلیون ایرانی رو کشته، این که دیگه نمیتونه کسی زیرش بزنه. 1 میلیون ایرانی به دستور شخص علی خامنه ای کشته شدن. سینما رئیس آبادان رو شما بذارید کنار، پیش از شورش 57 بمبگذاری ها، همکاری با سازمان تروریستی مجاهدین، چه فدایان، همه اینا رو بذارید کنار. از 22 بهمن 1357 تا الان خامنه ای راحت 1 میلیون ایرانی رو کشته. بعد این اجازه داره حساب داشته باشه اونجا؟ بعد به صورت علنی بیاد بگه اسرائیلی ها رو، یهودی ها رو بریزیم تو آب دریا؟ اسرائیل نطفه حرام است، غده سرطانی است؟ اینا بازی، اینا مشخص، اینا همشون از خودشونن، همشون عامل این که من به ملت ایران، نه من، علازت بالا فرمودن که به خودتون اعتکاب بکنید و دستتون رو به زانوی خودتون بگیرید. اینه، ما رو کسی نمیتونیم حساب کنیم. دنیا همینه وانو بریسا، دنیا تحت کنترل ایناست. فران هم یک جنگی هست بین یک بخشی از انسانهای شرافتمندی که من اسمشون رو میذارم انسانهای میهن پرست، چون از نظر من هر کسی که میهنش رو بپرسته، و منظورم از میهن پرستی نه جهان گشایی مثل هیتلر، میهن پرست یعنی آدم صلح دوستیه، کسی که میهنش رو بپرسته انسان دوست باشه، چون آدم میهن پرست انسان دوسته. کسی که میهنش رو دوست داره، آدمای مملکت خودش رو دوست داره، نمیتونه تعرض بکنه به همسایه‌اش، نمیتونه بره آدم بکشه، نمیتونه بره بمب بزنه سر مردم. انسان‌های میهن پرست ایستادن در برابر چپ جهان. حالا باید ببینیم در طول چند هفته آینده، یا شاید چند روز آینده، شاید چند ساعت آینده، پیروزی از آن اهریمن است یا از آن میهن پرستان است. اینو باید نگاه بکنیم. مطمئن باشید که این دنیا در تا این لحظه تحت کنترل چپ جهان. شما همین الان دو تا کلمه بیشتر از یا من دو تا کلمه بخوام بیشتر از کوپونمون اینجا صحبت بکنیم، اولش اختاره، بعدش هم زندانه. والا آقای احمدی به ما همون اختاره هم ندادن، ما رو بستن راحت و خلاص. یعنی من دیشب که رفتم برنامه رو بذارم توی یوتیوب، دیدم که اجازه نمیده، و بعد رفتم چک کردم، دیدم بله، بر من پیام فرستادن که شما ترویج خشونت به راه انداختی، و ترویج خشونت اون همین بوده که در مورد آقای ترامپ صحبت کردی. عرض کنم خدمتون که الان یکی از حالا شما بله. حتی بخواست راجع به آقای ترامپ صحبت کنید، مثلا یه اسم رمز بذارید، مثلا یکی شاباجی خانم مثلا. بله، اسم آقای بایدن رو میذاریم شاباجی خانم مثلا، چون اون بیشتر شبیه شاباجی خانمه. یه چیزی دکید که من آنو رو نفهم. آره، مجبور میشیم رمزی صحبت کنیم کلا. بله. و عرض کنم خدمتون که در مورد گازهای سمی مازوت دوستان خواسته بودن که من از شما سوال کنم، چون میدونین که این روزها بسیار بسیار از این گازها در آسمان ایران فقط و فراوان یافت میشه، مردم دیگه واقعا
قدرت استشمام یعنی نفس کشیدن هم از مردم گرفتن. و واقعا من خودم جناب آقای احمدی دیشب تا صبح خوابم نبرد، چند تا از کانال های عبری زبان رو من پیگیری کردم که اونها هم یوتیوب دارن، روی شبکه های اجتماعی فعالیت میکنن، ولی خیلی اسرائیلی ها به اینها اعتقاد دارن، یعنی طرف وقتی صحبت میکنه همون اتفاق میفته. و دیشب وقتی من اینو صحبتاش رو نگاه کردم، گوش کردم، این آقا میگفت که مطمئن باشین که در این 5 روز 100% آمریکا و نیروهای ائتلافی آمریکا به ایران حمله خواهند کرد. و خب دلایلی هم که عنوان میکرد کاملا واضح و روشن بود و یکی از دلایلش این بود که چرا این صحبت رو میکنه. خب آرایش نظامی رو توی خلیج فارس میگفت، اینکه ادوات نظامی بردن، همین دیروز هم خبرگزاری ها بدون پرده اعلام کردن که چقدر دارن ادوات نظامی میبرن تو منطقه خلیج فارس، عربستان سعودی، همه در حالت آماده باش هستن، اسرائیل. و نشست آقای یوسی کوهن با مایک پومپئو در رستورانی در واشنگتن و همه اینها دست به دست هم داده که خب تدایی بشه. به قول این آقا میگفت که من پیشگو نیستم، ولی اون چه که دارم میبینم اینه که داره اتفاقاتی میفته و اتفاقم اینه که میرن پایگاه های هسته‌ای ایران رو میزنن. خب حالا این پایگاه هسته‌ای خود این آقا هم تعریف میکرد، میگفت مثلا پایگاه هسته‌ای نطنز، جناب آقای احمدی طوری این پایگاه هسته‌ای رو درست کردن که زیر کوهه، ده ها متر زیر زمینه و بالاش هم کوهه، یک حالتیه که اینها اگر بخوان از موشکی استفاده کنن و اونجا رو بزنن باید موشک هایی باشه که زمین رو گود میکنه. یعنی میگفت این خودش باعث زلزله میشه و 100% این زلزله میتونه جان خیلی از ایرانیان رو بگیره. گذشته از این، ارتعاشات اتمی که پیش میاد اونجا حتی میتونه بسیار بسیار خطرناک باشه برای چند نسل آینده مردم ایران. بنابراین من خودم شخصا بعد از اینکه این برنامه رو دیدم و صحبت‌های جدی این آقا رو شنیدم که میگن صحبتاش حرف نداره، پیشگویی‌هاش حرف نداره، من خودم شخصا به عنوان یک ایرانی چنان ترسیدم که شب رو تا صبح نتونستم بخوابم، تا میومدم خوابم ببره یادم میافتاد به این صحبت و تجسم میکردم که الان چیزی شبیه زلزله بم دوباره اتفاق بیفته، مردم دچار مشکل بشن. و فکر کردم شاید من به عنوان یک ایرانی وظیفه دارم بیام آگاهی رسانی کنم، بگم آی مردم بیدار شین قبل از اینکه آمریکا بخواد بیاد و این حرکت رو انجام بده، خودتون این حکومت رو بکشین پایین و جلوگیری کنید از این حمله‌ای که میتونه چند نسل رو تحت شعاع قرار بده. چند نسل میتونن از نظر ژنتیکی تحت تاثیر قرار بگیرن به خاطر این حمله‌ای که میشه. و بی پرده بگم من خیلی ترسیدم آقای احمدی، من خیلی ترسیدم و خیلی نگران مردم ایرانم و فکر میکنم اون چه که وظیفه من هست، به گردن من هست، مسئولیتی دارم در مقابل دوستان، باید عنوان کنیم، باید بگیم که این وقایع داره اتفاق میفته. و یکی از این اسرائیلی هایی که توی این وبسایت بود وقتی من نوشتم برای من نوشت که شما با مردم ایران رابطه دارین، من نوشتم که بله من هر روز با ایرانی ها صحبت میکنم، اینا برای من نوشت که به عنوان یک اسرائیلی من میخوام که شما پیام منو بدین به مردم ایران، بهشون بگین که بریزن توی خیابون، اگه بریزن تو خیابون نیرو از بیرون هم میرسه و بهشون کمک میکنه. آقای احمدی من واقعا نمیدونم چی بگم، ولی بسیار بسیار نگران اوضاع هستم. الانم دوست عزیزی در فیسبوک برای ما نوشته که خواهش میکنم در مورد گازهای سمی مازوت از آقای احمدی سوال کنید.
نمیدونم دیدگاه شما چیه و چه میشه کرد. وظیفه من و شما و این عزیزانی که الان تو این لایف با ما هستن، وظیفه ماها به عنوان یک ایرانی چیه در حالی که مثلا میدونیم ممکنه یه همچین اتفاقی بیفته؟ چیکار باید کرد؟ ما باید چیکار کنیم؟ عرض کنم حضور شما، من به عنوان یک ایرانی که میتونم بگم تقریبا مطمئنم، نه چرا تقریبا، کاملا مطمئنم، حرف ما که میان جلو دوربینا و شک و تردیدی نکنید که پرونده امثال ما در سازمان‌های مثل موساد، CIA، اینتلیجنس سرویس موجوده و شما اگه بخواید با 7 ماه، 8 ماه، 1 سال بیا یه چیزی بگی بری فرق میکنه با یه آدمی که حداقل 20-25 ساله با 1 دقیقه صحبت در به عنوان یه شنونده در یه رادیو کالا کارش برسه با هفته 6-7 ساعت، 8 ساعت، 10 ساعت صحبت، این تقریبا این دیگه صاحب پرونده میشه. خاطر همین من یقین دارم که کشوری مثل اسرائیل که گوشش همه جا هست، همه جا گوش داره، و امریکا و انگلیس و روسیه، اینها به حرفای کسانی که جلوی دوربینا میان گوش میکنن. اینا دقیقا میدونن کیا میهن پرستن، کیا مثل شهرام و همایون مزدور و قابل خرید و فروشن، کیا مثل علیرضا میبودی اعتیاد دارن قابل خرید و فروشن، کیا مثل علیرضا نوریزاده میمونن. اینا میدونن، خیلی هم خوب میدونن. اگر ندونه نمیتونه اسمشو بذاره سازمان موساد که تا توی طویله رهبری آدم داره، نمیتونه اسمشو بذاره سازمان CIA که در تمام دنیا این آدم داره، شنود داره، نمیتونه بگه من MI6 هم، اینتلیجنس سرویس هم، نمیتونه بگه من کاگبه هستم. اینا یه سازمان هایی هستن که افراد زبده‌ای رو دارن که در تمام دنیا دارن جاسوسی میکنن. اگر غیر از این باشه اینا نمیتونن بگن ما ابرقدرتی. من به عنوان یک ایرانی از سوی همه میهن پرستان به دولت اسرائیل و به دولت امریکا اخطار میکنم که هوس حمله به ایران به سرتون نزنه. به چند دلیل عرض میکنم. اول اینکه خودتون میدونید از نظر انسانی وقتی شما حمله کنید با همین مطالبی که خودتون گفتید خانم بانو پریسا، چون من اینا رو که نمیدونم، شما خودتون فرمودید با این شخص عرض کنم گفتگو کردید یا به عبارتی چت کردید یا حالا هرچی با همین آقای یا خانم اسرائیلی، اینا خودشون میدونن با شلیک یه موشک به سمت اون چیز، به سمت اون پایگاه اتمی حالا تو نطنز یا هر جا، همونطور که خودتون اشاره کردید، چه فاجعه انسانی به وجود میاره. اگر ما زمین لرزه رو کنار بگذاریم بگیم همچی اتفاقی نمیفته یا اگه اتفاق بیفته مثلا همون منطقه از بین میره، تعارف که نداریم، این تشعشعات اتمیش یک منطقه رو نابود میکنه. پس شما با حمله دارید ایران رو نابود میکنید، بنابراین شما دشمن ملت ایرانی، شما دشمن جمهوری اسلامی نمیتونید باشید. الان دلیلش هم براتون میارم. دوم این که خودتون میدونید، این خودتون یعنی اسرائیل، امریکا، حالا هر کسی که میخواد حمله کنه، روی سخن من شخصی نیست، روی سخن من با پرزیدنت ترامپ نیست، با آقای نتانیاهو نیست، من صحبت شخصی با کسی ندارم، صحبت من صحبت کلی است. خودتون میدونید که برای مقابله با جمهوری اسلامی که دلیل حملتون چیه؟ دلیل حملتون این استش که این یه رژیم وحشیه، یک رژیم تروریست و تروریست پروره، یک رژیمی که داره دست به ساختن سلاح کشتار جمعی میزنه، اهداف بسیار بسیار خطرناکی داره که داره، یک سری واقعا جونورای بیرحم، تروریست های بیرحمی هستن که و هستن که به هیچ کس و هیچ چیزی رحم نمی کنن. اینا خواهان نابودی تمدن بشری هستن، اینها جدا دنبال یه ظهور امام زمان و همون چنگولک بازی که 1400 سال دارن میگن و چه و چه و چه، و خودتونم میدونید یک حکومت دست پرورده توسط چپ جهانه که 1978 این بلا رو شما چشم آبیا بر سر ملت ایران آوردید. حالا اسمشو بذاریم چپ اسرائیل، چپ امریکا، چپ جهان یا هر کی، به هر حال تیر و تبار شما این بلا رو سر کشور من آورده.
برای اینکه بشریت از شر وجود یک چنین جونورای ماقبل تاریخی، یک چنین جنایتکارانی نجات پیدا کنه، شما میخواین خلباناتون رو بفرستید بیاد رو آسمان ایران، یا از راه دور یا به هر طریقی موشک بزنید به سمت جایی که مرکز اتمه، مرکز راکتور اتمیه. آیا اگر یه همچین اتفاقی در امریکا و اسرائیل بیفته شما خوشتون میاد؟ مثلا اگر یکی از نیروگاه‌های اتمی اسرائیل رو مثال عرض میکنم در کناره شهر تل آویو، اورشلیم، حالا هر جا بزنن، خب شما خودتون میدونید که ابعاد این راکتور اتمی چه اثری میذاره توی اسرائیل. خب شما پس فکر نمیکنم که حاضر باشید یه همچین اثری رو توی ایران بذارید، اونم با علم به این مسئله که حداقل ما ایرونیا از شما اسرائیلیا همیشه به عنوان دوست نام بردیم، ما شما رو به چشم دشمن که نگاه نکردیم. جناب اگر قراره به زدن جمهوری اسلامی باشه و سقوط این رژیم باشه، من بارها گفتم با جنگ چرا شما میخواین جلو برید؟ چرا شما از اپوزیسیون ایرانی حمایت نمیکنید؟ چرا شما باعث نمیشید که ملت ایران پشتش گرم بشه، ما خودمون تکلیفمون رو با اینا روشن کنیم؟ جنگ جز تخریب، جز نفرت، جز کینه، جز کشتار، جز درب داغون شدن، بعد آخر عاقبت کارم مشخص نیست که از درونش چه چیزی بیرون خواهد آمد، چیزی دیگه توش نداره. جنگ ضرر هر دو طرفه، این نیستش که فقط جمهوری اسلامی ضرر ببینه، نه، اسرائیل و امریکا ضرر خواهند دید. اونان بی شک و تردید دست بسته که نمیمونه جمهوری اسلامی، اونان میان بمب گذاری میکنن، اونان دست به یه عملیاتی میزنن. اصلا کار چرا باید به اینجا کشیده بشه؟ یک گره ای رو که با دست میشه باز کرد، چرا میخواید با دندون باز کنید؟ پاسخ به این پرسش خیلی ساده است، شما میخواید ایران رو نابود کنید، هدف تخریب ایران و کشتار ملت ایرانه، هیچ انشای دیگه ای نداره. من در خدمتتونم. باید عرض کنم آقای احمدی، همین یکی دو روز پیش بود که مایک پومپئو گفت که ما مدارکی داریم از حالت محرمانه خارج میکنیم و مدارک رو میکنیم. یکی از این مدارک ها هم گفت که بله، نیروی القاعده الان در ایرانه و ایران سالیان درازی بوده که از القاعده حمایت میکرده. حتی در مسئله 11 سپتامبر رو، اون از بین رفتن برج دوقلوهای پنتاگون در نیویورک، این هم در واقع حمایت ایران پشت سرش بوده و همیشه القاعده در ایران به عنوان یک کشوری که امنیت داشته میرفته در واقع اونجا قایم میشده، به قول معروف مخفیگاهشون ایران بوده. ببینید این جمله و این مدارک خیلی 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 مسئله الان فرق کرده. شاید بعضی ها فکر میکنن که اگر آقای بایدن بیاد بشه رئیس جمهور آمریکا، همینطور که روحانی دو سه روز پیش گفت که دلار ارزون میشه، ما تحریم ها رو سریع ور میدارن، برامون فلان میکنن، به مردم یه مش وعده و وعید داد، نه، این خبرها نیست. الان مردم آمریکا میدانند که حکومتی که در ایران داره اداره یک کشور رو مثلا به دست گرفته، در ایران وجود داره، این حکومت، این دولت امنیت مردم آمریکا رو به هم میزنه. یعنی الان مردم آمریکا میدونن که این حکومت جمهوری اسلامی برای امنیتشون مضره. اصلا دیگه قضیه تمام شد آقای احمدی. و الان من فکر میکنم ما الان اینجا وظیفه داریم کاری کنیم که مردم رو بکشونیم کف خیابون، گروه هایی رو تشکیل بدن در ایران، این جوان ها همت کنن قبل از این که بخواد اتفاقی بیفته کشور رو از دست این حکومت پس بگیرن، اشغالگران رو بندازن بیرون. بانو پریسا، برای شروع یک حرکت ما احتیاج به ابزار داریم. شما وقتی میخواید تشریف برید تو اون تلویزیون باید وسیله نقلیه داشته باشید. شما با ماشین باید تشریف برید اونجا. شما ماشین نداشته باشید، تنها راهی که براتون مونه پای پیاده است. خب عقلانه شما چه کاری باید بکنید؟ پای پیاده باید بیاید، با وسیله باید بیاید. با وسیله. مردم وسیله ندارن. وسیله رو از مردم گرفتن. ملت ایران تعارف که نداریم. ملت ایران چه وسیله‌ای داره؟ من الان در ایران
جوونم 25 ساله، میهن پرستم، عاشق مملکتم، هم مهم نیست چه تفکر سیاسی دارم، مهم این است که من ضد جمهوری اسلامی ام، میخوام جمهوری اسلامی رو ببرم، من وسیله ندارم، همه به هم مشکوکن، همه به هم شک دارن، من چطوری سازماندهی کنم؟ ما خارج از کشور چطوری بچه‌ها رو هماهنگ بکنیم؟ چرا من بهشون گفتم بنویسید جاوید شاه که به این شکل بچه‌ها هم دیگه پیدا کنن؟ که حالا یک گروهای خیلی خیلی کوچولو، خیلی کوچولو، همچین ذره‌بینی پیدا شده که این گروهای کوچولو الان دیگه پیدا کردن. که الان شما میرید تو دنیای مجازی میان مینویسن این گروه ماست، این گروه ماست، حالا دنبال این بازی ها میرن که برای من نه مهمه نه جالبه، من که نمیدم بخوام لیدر بشم. به وسیله جاوید شاه شما اول ملت رو باید متحد کنی. خمینی چجوری ملت رو متحد کرد؟ با یک جمله: اسلام. کمونیست، مصدقی، توده‌ای، مجاهد، تروریست، فدایی اسلام، آخوند، همه با همه زیر چتر یه حرف رفتن، اسلام در خطر است. چرا خمینی میگفت وحدت کلمه؟ وحدت کلمش اسلام بود. ما الان باید مردم رو برسونیم به سمت میهن پرستی. چرا من روی موضوع تاکید میکنم؟ چرا مدام میگم میهن پرستی، میهن پرستی؟ بچه فقط بگین جاوید شاه، بچه بنویسین جاوید شاه، این جاوید شاه رمز پیروزی ماست، جاوید شاه یعنی پاینده اینا، جاوید شاه یعنی فرهنگ ما، جاوید شاه یعنی تاریخ ما، جاوید شاه یعنی رسیدن به آرزوهامون، رسیدن به ایده هامون، جاوید شاه یعنی پایدار ماندن ایران، پاینده بودن ایران. خب ما باید اول یه وسیله‌ای به دست مردم بدیم، یه انگیزه‌ای به دست مردم بدیم. انگیزه اولیه میهن پرستی است. منتهای مراتب خارج از کشور با کمک همین چشم آبیا این حس رو از ملت ایران گرفته. مردم ایران راه خودشون رو گم کرده بودن و این راه رو یواش یواش دارن پیدا میکنن. من دارم اثراتش رو میبینم، یواش یواش بچه‌ها دارن این راه رو پیدا میکنن. مردم ایران به توسط عوامل جمهوری اسلامی و عوامل سازمان‌های اطلاعاتی در خارج از کشور مثل CIA، مثل اینتلیجنس سرویس، افرادی رو جلو دوربینا به عنوان مدیر و مسئولین تلویزیون ها نشوندن که اینا اومدن خط عوضی به مردم دادن، مثل شهرام و همایون که یکی از عوامل فساد، واقعا فساد، یکی از عوامل فساد ضد اتحاد بین ایرانیانی که چرا؟ چون یه دشمن قسم خورده پهلویه و دیگرانشون. اینا دشمنن. ملت چند بار گول بخوره؟ ملت چقدر بیاد بشینه هر روز یه داستان گوش کنه؟ یه روز دولت در تبعید، یه روز انقلاب سفیدی در راه است، یه روز هی بیا میگم پرچم 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 پرچم، ما هستیم ما هستیم ما پستیم ما هستیم. خب این یه کانالش، علیرضا میبودی یه کانال، اون یکی یه کانال، یکی میشه دکتر نمیدونم فلانی، یکی میشه اون یارو یک آدم مسخره مستعار به خودش میگه کوروش عرفانی، اصلا 20 فامیلی داره، عامل این، یکی از مزدوران جمهوری اسلامی، این یه آدم مخربی، این یارو میاد تلویزیون میهن میزنه، اون یکی میاد نمیدونم رادیو شابدالعظیم میزنه، شمرون میزنه، اون یکی میاد اینجوری میکنه، لندن داره بمبارونشون بمبارون فکری میکنه. آخه ملت گیج شده. حالا چند نفر پیدا شدن که تازه به ملت بگن جاوید شاه؟ تا قبل از من چند نفر اینو گفتن؟ اسم یکیشونو بیار. تا پیش از من چند نفر اومدن گفتن میهن پرستی؟ اسم یکیشونو بیار. ما باید معنای مبارزه رو بفهمیم. مبارزه یعنی این که چرا من همش میگم مبارزه اینیه که من میگم؟ چرا روی موضوع تاکید میکنم؟ مبارزه راه داره، حساب داره، کتاب داره، برنامه ریزی داره. این نیستش که ما الان ببشیم الان شما از همین امروز تا 100 سال دیگه بشین بگید مردم بریزین تو خیابون، مردم کارو تموم کنیم. من نگفتم اومدن تو خیابون کارو تموم کردن؟ نه، چون برنامه ریزی نیست توش، پشبندی نداره. وقتی جلوی شاه مملکت منو گرفتن، به پادشاه مملکت من میگن تو حق نداری از داخل خاک امریکا بر علیه جمهوری اسلامی فعالیت کنی، خب دیگه تو حرفی که داری برو بکن. اگر اعلیحضرت کاری نمیتونه بکنه، وای به قول من و شما. ایشان تنها شخصیتی هستند، توجه بفرمایید، خواهش میکنم، اعلیحضرت سیروس، رضا شاه دوم، پهلوی سوم، تنها شخصیتی هستند که می توانند، قادرند ملت ایران را به خیابان ها بیارند با حالت مسالمت آمیز، بدون جنگ و خونریزی و دعوا، رژیم جمهوری اشغالگر اسلامی فرقه تبهکاران رو
در عرض یک ماه ساقط کنن. 30 روز در عرض 30 روز اعلیحضرت جمهوری اسلامی رو میتونه ساقط کنه. به خدا زیاد گفتم 30 روز، واسه اعتبار کلامم گفتم، به 30 ساعت هم نمیرسه با این وضعی که من دارم میبینم. ولی رهبریت رو از ما گرفتن، رسما به اعلیحضرت اعلام کردن آقا شما هیچ کار نباید بکنی، کار به جای کشیده اعلیحضرت دارن چیکار میکنن. آقا بچه‌ها برای من پیام میدن آقای احمدی چرا اعلیحضرت با مردم گفتگو نمیکنن؟ کجا میام گفتگو کنم؟ راه گفتگوها رو بستن. آقا ایشون بشن تو خونه شو، بشن تو خونه شو، از کجا پیام بفرسته؟ از کجا پیام بفرسته؟ مگه نمیبینید رئیس جمهور امریکا رو چیکار کردن؟ باید راه‌ها باز بشه. جهان نمیخواد جمهوری اسلامی بره، ما باید ببریمش. چگونه باید ببریمش؟ باید با حرکات میهن پرستانه خودمون اقدام کنیم. چرا؟ چون نمیذارن پادشاه ما کاری کنه. چگونه باید با حرکات میهن پرستانه رژیم رو ببریم؟ باید حس خفته میهن پرستی را در بین ملت ایران به ویژه در بخش جوانانش باید مجدداً احیا کرد، پرورون. در حالی که اگه بخوایم شرافتمندانه فکر کنیم، کسانی که امروز بالای 60 سال 62 سالشون باید بیان تو خیابونا، اونا این جمهوری اشغالگر اسلامی رو به ملت تحمیل کردن، حالا اونا جا زدن، بعد میگن جوون بره کشته بشه. چرا جوون باید بره کشته بشه؟ توی که امروز 62 سالته چرا نشستی تو خونه؟ یا پای منقلی، یا پای رادیو تلویزیونایی، یا تو کنسرتی، یا نشستید مزخرفات شجریان و مزخرفات اینو رو داری گوش میکنی؟ چرا سنت رفته بالا درسیدی؟ به هر حال ما باید حس خفته میهن پرستی نوجوانان و جوانان ایران رو که بر اساس یک طرح وسیع جهانی بر علیه تاریخ و فرهنگ ایران، این نسخه‌ای که پیچیدن، این طرح رو ما باید ضد طرحش رو به وجود بیاریم با شعارهای جاوید شاه، با تکان دادن اون حس خفته میهن پرستی که حالا رفته رفته دارم میبینم بچه‌ها متوجه شدن، یعنی حداقل اون بخشی که با من در ارتباطه، حالا بقیه رو من دیگه نمیدونم، من مأمور آمار نیستم، اون بخشی که با من در ارتباطه حالا دیگه متوجه شده، برای من پیام میده آقای احمدی خدا پدر مادرت رحمت کنه، من دیگه من و تو رو نگاه نمیکنم، من دیگه بی بی سی نگاه نمیکنم، من دیگه تلویزیون شهرام و همایون نگاه نمیکنم، من دیگه رادیو پیام اسرائیل منشه خمیر امیر چیه نگاه نمیکنم، گوش نمیکنم. ملت فهمیده. الان شما خودتون بارو پاریس یه مثال براتون بزنم. من یکی از بچه‌ها برام یه آماری فرستاد راجع به ایران آریایی که چطوری سر سعودی داره تهی میکنه. خود شما در طول همین 2-3 سال اخیر خود شما نگاه کنید ببینید میزان شنوندگانتون بینندگانتون کم شده یا زیاد شده. خیلی دیگه از این ساده تر، اگر میزان شنونده ها و بینندگان شما زیاد شده باشه، این نشون میده شما در مسیر صحیحی دارید راه میرید. مسیر صحیح چی بوده؟ مسیر صحیح میان پرستی بوده، مسیر صحیح آگاهی رسانی به سوی ملت ایران بوده، مسیر صحیح بوده که دوز نبودی، مسیر صحیح این بوده که جیب مردم خالی نکردی. این بهش میگن مسیر صحیح. برای همین هستش که شنوندت و بیننده بیشتر میشه، علاقه من بهتون میشن، از ایران باهاتون تماس میگیرن، پیام براتون میفرستن، سوال ازتون میکنن، حساس میشن به تلویزیونتون، حالا چه منفی چه مثبت. مرسی فرمودی. این حرکت انقلابی، اینو من نمیگم، اینو مهاتما گاندی میگه، اینو ماو میگه، اینو هوشیمین میگه، اینو نلسون ماندلا میگه، فیدل کاسترو میگه، لنین میگه، کارل مارکس میگه، انگلس میگه، الچه چگوارا میگه. اسم چند تا رهبر دیگر تو دنیا براتون بیارم، در هر زمینه، چه چپ چپ بوده، چه ماویست بوده، چه ناسیونالیست بوده، چه مذهبی بوده، شما تمام رهبران سیاسی جهان رو که مولد انقلاب بودن، حرکت انقلابی در کشورشون راه انداختن، آتاتورک رو نگاه کنید، رضا شاه بزرگ رو ببینید. یه مثال منطقه براتون بزنم، شما هر حرکتی رو ببینید در هر کشوری صورت گرفته، زیربناش، بنمایه اون رهبری، اون حرکت ببینید چی بوده، تهییج مردم بوده. یکی به زبان لنین که مردم رو بر علیه تزار روس به عنوان ملت گرسنه پاپتی یخزده مصیبت زده کارگران تحت ستم میاره تو خیابونا، یکی به اسم مهاتما گاندی ملت تحت استثمار هندی رو میکشونه تو خیابونا، یکی به عنوان نلسون ماندلا از دریچه نژاد پرستی ملتش رو تهییج میکنه، یکی به نام فیدل کاسترو دهقانان رو اونجوری تهیج میکنه، یکی به اسم ماو میاد اون فضا رو در چین به وجود میاره، یکی مثل کمال آتاتورک با حس ناسیونالیسم ترکیه، یکی مثل رضا شاه بزرگ با حس میهن پرستی
که مردم ایران رو از منجلاب قجر بیرون بکشه. خب شما باید مردم رو باید تهیج بکنی. خب چجوری میخواین این کارو بکنی؟ این زیربنا میخواد، این برنامه ریزی میخواد. من و شما نمیتونیم این کارو بکنیم مگر در حد و اندازه‌های خودمون، که من پیشنهادم همیشه به دوستانم و همرزمانم و عزیزانی که به هر حال دارن نشون میدن دل به حال کشورشون میسوزونن، من از این همیهنان عزیزی که حالا مثل شما در اسرائیل هستن، مثل دیگران در امریکا هستن، در اروپا هستن، حالا هر جا که هستن، ازتون تنها تقاضایی که دارم، خواهشی که ازتون دارم، شما بانو پریسا، آقای ایکس، خانم ایگرگ، همه شما انسان ها، همه تون حقتون تفریح بکنید، شادی بکنید، کنسرت برید، زندگی خصوصی دارید، همه به جای خود. من هیچ وقت توقع ندارم همه مثل من بشن که تمام روز و شب و زندگیشون رو بذارن تو دو مسئله، کار سیاسی، یکی کار به خاطر امرار معاش هم میگم کار سیاسی. اما همه انسان ها آزادن زندگی بکنن، تفریح بکنن، مسافرت دارن در این. اما خواهشی که ازتون دارم وقتی که میاد در قالب یه انسان مسئول جلو دوربینا روبروی این مردم میشینید، میکروفون در اختیارتونه، تلویزیون در اختیارتونه و این امکاناتو دارید، مردم رو به سمت میهن پرستی تشویق کنید. همینو بس. به مردم ایران راجع به فرهنگ ایران بگید، راجع به تاریخ ایران بگید، به مردم ایران بگید ما در دوران قاجار چه بودیم، رضا شاه بزرگ اومد چه کرد برای ایران. به مردم ایران بگید که وقتی شهریور 20 ایران اشغال شد، خدایگان آریامهر بزرگ اومد چه کار کرد برای ملت ایران. به مردم ایران بگید که یک شخصی به اسم رضا شاه دوم در خارج از کشور از زندگیش گذشته، از تمام لذات زندگیش، نه به عنوان رضا احمدی، به عنوان رضا پهلوی، به نام نامی پادشاه ایران، که میتونست به عنوان یک پرنس در این دنیا در بهترین قصرهای جهان زندگی کنه، ولی تمام زندگیشو کوچیک کرد که شخصیت خودشو کوچیک نکنه و همیشه از ملتش گفت، همیشه از کشورش گفت. مورد این همه اتهام قرار گرفت و امواج این همه موج فحاشی و اتهام و چه و چه، اما ایستاده موهاشو سفید کرده برای ایران. بیایم از اینا برای مردم ایران بگیم. ملت احتیاج به قهرمان داره. ما قهرمان سازی نکردیم تو خارج از کشور. بدون تعارف به شما بگم چند تا قهرمان ما داشتیم تو خارج از کشور؟ استاد رضا فاضلی، استاد دکتر فریدون فرخزاد، زنده یاد شهریار شفیق، که فرصتی نبود که ما از او قهرمان بسازیم. ما دیگه نداریم. قهرمانان ما کی بودن؟ قهرمانان ما شهرام همایونه، علیرضا میبودیه، سعید قائم مقامی، حسین مهری، محمد امینی، بهرام مشیری، علیرضا نوریزاده، مهندس شجره. کیه؟ قهرمانان ما کیان؟ شما به من بگید. اینا که جلو دوربینا نشستن دیگه تعارف که نداریم، دعوا که نداریم، که دارم اسامیشون هم میارم خیلی هم روشن و واضح. این قهرمانانی که اومدن امروز قیافه جهانگیرخان سور اسرافیل رو به اسم روزنامه نگار دروغین به خودشون گرفتن، به اسم مبارز و میهن پرست و برنامه ساز و چه و چه به خودشون گرفتن، چه گلی بر سر ملت ایران زدن. آقا پرونده هاتونو بیرون نشون بدید، بازده کارتونو بیرون بگید، جز دزدی، جز مزدوری، جز حقه بازی، جز دروغگویی، جز شارلاتانیسم. بعد هموطن به من اعتراض می‌کنن آقای احمد رو همین برنامه یه آقایی بود اومدن رو آقای احمدی، ولی جمشید چالنگی خوبه. خب پدر جان، عزیز من، برادر من، همیار من، شما وقتی موضوع رو نمیدونی دلتو به این خوش کردی که این مردک رفته با چهار تا مثلا سلطنت طلب گفتگو کرده، بعد میدونی اصلا پشت پرده چه خبره؟ میدونی آبشخور اینا از کجاست؟ یا هموطنان دیگری که میگم آقای احمدی مثلا ما شجریان واقعا استاد بوده، من میگم استاد نبوده آقا، برای این آقا برای یه عده صداش خوب بوده، برای من نبوده ولی برای یه عده بوده، آوازم میخونده، رو نوتم میخونده، اصلا بهترین خواننده سنتی ایران بوده. خب شما من دارم این آقا رو از یک درجه سیاسی باش برخورد میکنم، نه از درجه هنرمند. مگه من هنر نقد کنم؟ مگه من نقاد هنرم؟ من کی باشم که بخوام راجع به صدای شجریان یا راجع به هنر شجریان صحبت کنم؟ آقا هنرمند، من با هنرش کاری ندارم. کسی میتونه منکر هنر پیشه به اسم بهروز وثوقی باشه؟ هیچ کس. بهروز وثوقی اگه هنر پیشه امریکایی بود، ایرانی نبود، یه چیزی در ردیف بزرگان هالیوود قرار میشد، چارلز برانسون امریکا، شک و تردید نکن، آلن دلون فرانسه میشد، چیزی کم نداشت. من با هنر اینا کاری ندارم. من موقعی با اینا کار دارم که کار به مسائل سیاسی کشورم کشیده بشه.
که آقا چرا ساکت نشستی؟ تنها هنرمندی که صداش در اومد پرویز صیاد بود. بقیشون کجا؟ ما فقط پرویز صیاد داشتیم تو خارج از کشور، یه کمی هم ریاپیک. بقیشون کجا؟ ببینید بانو پریسا، خانه خیلی بد داری از پای بس ویران است. من بدون تعارف میشم جناب آقای احمدی. البته لازم ذکر کنم هفته گذشته یکی از دوستان تماس گرفت و انتقاد کرد از پرویز صیاد و اتفاقا صحبت ایشون هم برای من ارسال کرده بود و گفت که خانم پریسا ما انتظار نداشتیم از آقای پرویز صیاد که اینگونه صحبت کنه و اتفاقا از شما هم نقد کرد، گفت که من برای آقای احمدی هم فرستاده بودم این پیام رو و گفته بودم که آقای احمدی شما مهر بفرمایید تو برنامه‌تون با آقای پرویز صیاد گوش زد کنید که کارشون درست نبوده. گویا ایشون توی یکی از بخش برنامه‌هاشون در میاد میگه که من دقیقا نمیدونم ولی مضمون صحبتشون این بوده که شاهنشاه آریامهر چرا ایران رو ترک کرده، نباید ایران رو ترک میکرد. در حالی که حالا اتفاقا برای چی یادم اومد، چون دقیقا امشب هم شبیست که سال روز اون روز شومیه که آقای شاهنشاه ایران کشور رو ترک کردن، 26 بله 26 دیماه 1357. بله و من جدا ناراحت شدم. ببینید یک کسی که میاد و خودش رو مردمی معرفی میکنه باید خیلی مراقب صحبت کردنش باشه. من انتقاد دارم واقعا از آقای پرویز صیاد، چون توقع نداشتیم. حالا اگه هنرمندان دیگه می اومدن و صحبت میکردن، خب ما میگفتیم که یه چیز بعیدی نیست. خب این آقای فلانی که سال 57 هم اینجوری بود، فلان ترانه رو خوند، فلان کار رو کرد، ولی دوستان واقعا به دل گرفتن، ناراحت شدن که چرا آقای پرویز صیاد انتقاد کرده از اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر و نباید این حرف رو میزده. نمیدونم، حالا اسم آوردین من یادم اومد، چون فقط یه پیام دریافت نکردم، پیام های زیادی من دریافت کردم در مورد این موضوع که باور کنین شاید تا قبل از این من گاهن تیکه های برنامه های آقای پرویز صیاد رو پخش می کردم، ولی بعد از این که 3-4 تا از این هموطنان نقد کردند و از من خواستند که من تو برنامه مطرح کنم و انتقاد کنم از آقای پرویز صیاد، من دیگه اون برنامه ها رو دیگه پخش نمی کنم. چون من خیلی ملاحظه می کنم دوستان وقتی یه هنرمندی رو به دل میگیرن. الان ما توی شرایط جنگی هستیم واقعا، مردم ما آسیب دیدن، مردم ما خیانت دیدن، مردم ما ناباورن، ایمان ندارن، و وقتی که یه نفر رو کنار خودشون حس میکنن از اون یه نفر دیگه انتظار ندارن. گاهن آقای احمدی من از مردم عذرخواهی کردم، گاهن اومدم تصحیح کردم، یعنی یه جمله رو گفتم که اصلا منظورم اون چیزی نبوده که طرف برداشت کرده، بعد مجبور شدم به خاطر پیام‌های مکرری که گرفتم اومدم جلو دوربین نشستم گفتم آقا جان من منظورم این بوده، منظورم این چیزی که شما برداشت کردی نبود، به هر صورت من عذرخواهی میکنم. یعنی ببینید چامتشو داشتم اومدم عذرخواهی کردم و بعد فکر میکنم که کسی که کنار مردم قرار میگیره و یک هنرمند مردمیه باید شهامتشو داشته باشه بیاد عذرخواهی کنه، یا حداقل بیاد و نیت درونی خودش رو توضیح بده و شنونده ها و بیننده هاش رو راضی کنه، متقاعد کنه که بگه من این جمله رو گفتم و واقعا بر این باورم، هیچ اشکال نداره. یا حالا اونجا دیگه بیننده شماست که تصمیم میگیره که شما رو بپذیره یا نپذیره. ولی دوستان بهشون خیلی برخورده بود، خیلی ناراحت شده بودن، میگفتن ما همون ملتی هستیم که اگر شاهنشاه آریامهر نمیرفت از ایران بیرون و دست به قتل و کشتار میزد، همونطور که این آخوندا 42 سال دارن میکشن مردمو و موندن، اون وقت همه میمدن میگفتن شاه دیکتاتوره، شاه کشته، شاه میکشه و مونده.
حالا که رفت اومدن میگن چرا رفت، نباید میرفت. ما ملت ایران عادت داریم رو هر چیزی که اتفاق میفته ایراد بگیریم، حرف بزنیم، رفته میگیم چرا رفته، اگه نمیرفت میگفتیم دیکتاتوره. خب این درست نیست. یه جایی ما هم باید مسئولیت بپذیریم. آقای احمدی، ما ملت ایران از سال 57 تا الان که فهمیدن، یه عده سال 57 تا 67 فهمیدن اشتباه کردن، یه عده 67 تا 78 فهمیدن اشتباه کردن، یه عده 78 تا همین 98 فهمیدن اشتباه، یه عده هم هنوز نفهمیدن که اشتباه کردن. حالا ما اون عدهی که فهمیدن اشتباه کردن که نمیخوان قبول کنن، همش میگن کار انگلیسا بود، یکیش خود من، کار کارتر بود، کار نه. من فکر میکنم اولین گامی که ما باید برداریم اینه که ما باید بپذیریم که ما هم اشتباه کردیم، ما هم فریب خوردیم، ما هم عکس خمینی رو تو ماه دیدیم، ما هم دنبال خرافه رفتیم، ما هم دنبال حضرت مهدی بودیم. ما باید اینها رو بپذیریم آقای احمدی، به نظر من. بله، کاملا صحیح. من حضورتون عرض کنم که برنامه های آقای پرویز صیاد رو یه بعضی موقع ایشون یه ویدیوهای 10 دقیقه یه روب میده بیرون، کارهای قشنگی هم هست و خدا رو شکر چون حالت من پخش میکردم. بله، حالت کلیپ داره، بچه‌ام لطف میکنن و من تنها جزء انسانایی هستش که برنامه‌اشو دنبال میکنم، نگاه میکنم. بسیار بسیار هنرمند بزرگ، بسیار انسان باسواد. همیشه من گفتم یک ناطق زبردست، پرویز صیاد یک ناطق زبردسته که من البته با خود ایشون یک بار، نمیگم حالا تند ولی نه دوستانه، در یک تئاتری که ایشون برگزار کرد و بسیارم جالب بود در عرض کنم آلمان، من با ایشون صحبت کردم در حضور جمعی و بسیارم منتقدانه و تند و ایشون یه سریش رو قبول کرد، یه سری نکرد، اینو حالا کار ندارم. مقصود که من با ایشون گفتگو داشتم، اما وقتی که من این پیام رو شنیدم که ایشون راجع به علازت فرمودن که یه حالتی که اگر نمیرفت چی میشد که شاید نمیرفت، و من همیشه یه چیزایی که به گوشم بدطوری میخوره چند بار گوش میکنم، چون گفتم نکنه با حالت دلسوزی گفته ای کاش نمیرفت، ولی دیدم نه، این دلسوزی نیست، یک انتقاد، نه انتقاد، یه حالتی که مثلا چرا رفت، چرا این کارو کرد. و بعد بحث بعدیش راجع به صدام بود اینا. من همون فرداش در ایران آریایی اومدم و خیلی مؤدبانه، خیلی، چون هر انسانی رو من بلدم جوابش رو چطوری بدم، این یاد گرفتم تو زندگی، پدرم بهم یاد داد که هیچ وقت از هیچ کس نترس، جواب هر کسی رو هر طوری که باید حرف زدن بده، حتی منی که پدرتم. و من خیلی مؤدبانه از ایشون انتقاد کردم، یکی دو نفر برای من نوشتن که آقای احمدی جواب اینو نباید اینطوری میدادی، مثلا اینطوری باید میگفتی. نه عزیز من، ایشون بد بیرا که نگفته، یه حرفی زده اشتباه بوده و من توضیح دادم برای ایشون یا به عبارتی برای بینندگان که آقای پرویز صیاد این چیزی که شما دارید میگید نه از عقل به عقلانیتی میخوره نه منطقه، از شما بعیده که بیاد یه همچین حرفایی رو بزنی. خب من میتونستم بگم از شما بعیده بیاد همچین مزخرفاتی رو بگی. خب این مزخرفات رو من راجع به شهرام و همایون به کار میبرم که آدم دریپیتی دوزاریه، بیسواده، ولی نه راجع به پرویز صیاد که نقدی کرده و حقش هم بوده، انتقاد حالا هرچی، منم در حد ادبیات خودش تا موقعی که با علازره، من همیشه میگم تا موقعی که با ما مؤدبانه برخورد بشه مؤدبانه باهاتون برخورد میکنیم، پا تا از چارچوب ادب کنار بذاری کشیده میخوری، هر کی میخواد باشه. من با هیچ کس به خاطر ایران و به خاطر پهلویست شوخی ندارم، با هیچ کس، با هیچ احدی، چون زندگیمو دادم، جوونیمو دادم، مادر دادم، پدر دادم، اینا به زبون ساده است. 30 و اندی سال قبول قربت به زبون ساده است. روزی فرمودی من به خاطر اهدافم زندگیمو فدا کردم، قربونی کردم، هیچ توقعی هم از هیچ کی ندارم، نه از ملت ایران حلقه گل میخوام، نه پول میخوام، نه قربونت برم قهرمان میخوام، نه درود به شرفت، من از هیچ کس هیچی نمیخوام، چون به هیچ کس نه وابستم نه احتیاج دارم، کار خودم میکنم، به خاطر همینه به هیچ کس گوش نمیکنم، مگر حرف منطقی باشه. و
برحال من بله ایشون رو من نقد کردم و اتفاقا یکی دو هفته بعد فکر کنم هفته گذشته اگر اشتباه نکنم دوشنبه بود یا هفته گذشته آدینه نمیدونم ولی در همین هفته گذشته بود که یک مطلبی پیش رو آها دقیقا برنامه گذشته بود یعنی برنامه فکر کنم همین دیروز بود چهارشنبه یا دوشنبه که گفتم آقای پرویز صیاد با این اسناد و مدارک که دارید آقای ترامپ رو دارید میبینید بازم هنوز معتقدید که شاه نباید ایران رو ترک میکرد؟ بنابراین و آها بعد یه مطلب اینم بانو پریسا من حضور شما و همیهنان عزیزی که به شما گفتن که ما توقع نداریم از پرویز صیاد خانم آقایون نوجوانان جوانان عزیزانی که برای بانو پریسا هم که پیام فرستادید چون برای من نفرستادید چون میفرستید من براتون جوابشو میفرستادم ولی حالا میگم اینجا میگم از هر کسی از هر شخصیتی از هر شخصی از هر آدمی از هر انسانی ببینید من تمام جملاتشو گفتم از هر کسی از هر شخصی از هر شخصیتی از هر آدمی از هر انسانی به اندازه های خودش ازش توقع داشته باشید من اگر میام میگم می بودیم میگم شهرام و همایون من از این آدم های چیپ به اندازه خودشون توقع دارم برای همینی که با ادبیات خودشون باش خودشون حرف میزنم مرتضی فرمودی؟ من از بانو پریسا در همین حد توقع دارم بنده توقع ندارم بانو پریسا الان تو ایران انقلاب را بندازه اگر همچین توقعی داشته باشم خیلی آدم ابلهی باید باشم ایشون در اندازه خودشون در قالب خودشون دارن کارشون رو میکنن خدا حفظش بکن باری کرد همون شد ما باید از هر انسانی بنزی خودش توقع داشته باشیم شما من و دیگران نمیتونیم از پرویز صیاد که مثل من و تو یا مثل من عاشق پهلوی نبوده پهلویست رو قبول نداشته یا دوست نداشته یا در این در اندازه های من فلفل نمکش منزه من نبوده خب من نمیتونم از یه شخصی که گرایشات چپ داشته به سمت مصدق داشته به سمت توده داشته این در نهایت یه آدم منتقد بوده در دوران شانشاردیمه یک هنرمند منتقد بوده خلق صمد آقا یعنی خلق یک شرایطی که یک دولتی رو به انتقاد بکشید به زیر شلاق بکشید که من بارها هم بهتون گفتم در تمام سریالاش من بچه اون مملکتم همه فیلماش هم دیدم همه سریال من از مشتری های سریال سرکار استوار بودم خب تمام کسانی که در اون سریال بازی میکردن به جز یکی دوتاشون همشون جزو اون گروه آزاد نمایش بودن یا آزاد فیلم یعنی همشون به عبارتی یا مصدقی بودن یا توده‌ای بودن هیچ کدوم اینا پهلویست نبودن پس اینا این بنمایه رو دارن که هر از چنگایی بیان یه نیشی بزنن یه ضربه‌ای بزنن هر انسانی رو به اندازه خودشون توقع داشته باشه من از اعلیحضرت رضا شاه دوم نمیتونم هیچگاه توقع داشته باشم ایشون بیاد پدر خودشو نخ کنه یعنی شاهنشاه آریامهر من توقعی من نمیتونم چیزی رو از اعلیحضرت قبول کنم من از اعلیحضرت توقع دارم که کشور منو نجات بده و محکم روی پهلویسم بیسته از رضا شاه بزرگ پدر بزرگشون از آریامهر بزرگ پدرشون از تمام دستاوردهای دوران طلایی پهلوی با قدرت دفاع بکنه و حمایت بکنه من توقع دیگه از اعلیحضرت نمیتونم داشته باشم جز این من اعلیحضرت رو شاهنشاه ایران میدونم من هیچ جور دیگری اعلیحضرت رو به هیچ چشم دیگری نگاه نمیکنم بنده اعلیحضرت رضا شاه دوم رو به عنوان رهبر سیاسی لیدر رهبر انقلاب اصلا و ابدا هیچ وقتم نگفتم هیچ وقتم نخواهم گفت ایشان ناجی ایران هستن ایشان پادشاه مشروطه هستن ایشان شاهنشاه ایران هستن من ایشونو در این حد و قالب میدونم هیچگاه هم از این حد و قالب اونورتر نمیرم اصلا نمیخوام تصور کنم من اولیازه شهبانو فرای پهلوی رو شهبانوی ایران میدونم بنده ایشون رو یه بانوی همسر شاه فقط همینو نمیدونم نه ایشون بانو با همسر شاهنشاه بودن این یه داستان دیگری است ایشون شهبانو هستن تا روزی که من زندم من با این ادبیات با اولیا حضرت صحبت میکنم اولیا حضرت شهبانو فرح پهلوی هیچ چیز دیگری من نمیتونم از
در قالب دیگری من اولی ازادو تعریفش کنم. اینا رو نخرم کنم برای خود شیرینی میگم، اصلا و ابدا. من نه به کسی بدهکارم نه کسی به من بدهکار، اصلا و ابدا. خوبو میگم خوب، بدی میگم بد. پس انسان ها رو در قالب خودشون، در حد خودشون قبول کنید. من چرا هیچ وقت از گوگوش و داریوش، دو هنرمند بزرگ ایرانی، دو هنرمند بی بدیل ایرانی، دو هنرمندی که نظیرشون رو دیگه تاریخ ایران نخواهد دید. پس ببینید، منم میدونم که اینا چه هنرمندانی بودن، میلیون ها طرفدار دارن، صداشون، هنرشون، حالا من دوست دارم ندارم کار دیگه ایست، ولی من که نمیدونم منکر بشی. دو هنرمندی که در ایران آوازشون، شهرتشون بالاست. من این دو انسان رو در حد خودشون نگاهشون میکنم، دوتا آدم بی سواد. من نمیگم، خودشون میگن، کسانی که 4-5 کلاس سواد دارن. سواد نداشتن جرم نیست، منم سواد ندارم. خائن بودن، خیانت به ملت کردن جرم است. مگه من گفتم سواد دارم؟ من 4 سال رفتم اکابر، ولی به کشورم خیانت نکردم، به ملتم خیانت نکردم. این دوتا جونور فساد اخلاقی و مالی، واقعا هم فساد اخلاقی دارن هم مالی، اینها به کشور ایران، به ملت ایران خیانت کردن، هنوز هم دارن خیانت میکنن. من مشکلم اینه، مشکلم هنرشون نیست. مشکل من با شهریار قنبری هنرش نیست. ترانه ساراز خیلی هم ترانه سرای معروفیه، کارهای بسیار زیبا، یکی از زیباترین کاراشو ستار عزیز خونده، شام آخر. من مشکلم با این ابله اینه که تو آدمی هستی که تو یه جونور پس فطرت ضد ایران و ایرانی هستی که خودت میگه ای کاش من ایرانی نبودم. یا این جوانه که روزخانه به اسم امید، که احمق میره میگه من برام مهم نیست وسط پرچم چی باشه. خب تو بی شعوری تو، چرا؟ چون نه سواد داری و همین که بسیجی هستی، تو نوکر آخوندی، تو به آب علوفه رسیدی و کشورتو فراموش کردی، یا اون روزخون معین. من با هنر اینا کاری ندارم. من الان دارم میگم اینو، من میدونم چند میلیون نفر داره به من فحش میده اگه این برنامه رو ببینه. آقا معین صداش، آقا من راجع به صداش حرف زدم، اصلا بهتری صدا اونو خواهنی تو. بنابراین وقتی شما راجع به پرویز سیار، راجع به آقای نوذر آزادی، قاطبه، راجع به هر کدوم از این هنرمندان در این سبک، در این قالب صحبت میکنی، شما دارین راجع به انسانهایی صحبت میکنی که این انسانها جز منتقدین دوران پهلوی بودن. شما راجع به محمد علی فردین و ناصر ملک مودی حرف نمیزنید که از 10 تا فیلم ناصر ملک مودی 5 تاش لباس استواری یا گروهبانی ژاندارمری یا شهربانی تنش بود. شما دارین راجع به انسانهایی صحبت میکنید که اینا در نهایت اون بنمایه پهلوی که در وجود من و شما هست نیست. بعد میاد به من فحش میدید، به من انگ میزنید، تهمت به من میزنید. اینو داخل پرانتز میگم که عاقل بشید. احمدی داری پرویز سیار حمایت میکنی؟ خب وقتی که شعور پایینه، من به جزی که شما رو بلاکت کنم چیکار میتونم بکنم؟ بحثی دیگه باهات ندارم، چون من با کسی وارد بحث میشم که قابل بحث باشه، قابل گفتگو باشه، پرت و پلا نگه. کسی که بخواد پرت و پلا بگه، من که نیومدم فقط تک به تک با شما چت کنم. به مجردی که من دارم پرت و پلا میگم، دیدید که جوابم نمیدم، یا بلاک یا اصلا جواب نمیدم. اینقدر پیام بزود خسته بشه اصلا نگاه نمیکنم، چون در حد من نیست. وقتی میبینم یه آدمی سطح من با کسی صحبت میکنم که ازش چیز یاد بگیرم. من چرا کتاب میخونم؟ خانم بانو پریزا، شما چرا کتاب میخونی؟ که چیز یاد بگیری دیگه. اگه میخوای چیز یاد نگیری، پس چرا میری کتاب میخونی؟ من کتاب میخونم، روزنامه میخونم، مجله میخونم، سایت رو میرم میخونم که چیزی یاد بگیرم. اگه نخوام یاد بگیرم، من مجبورم برم بخونم. خب میرم میشینم آهنگ مراکشی رو گوش میکنم. من با کسی گفتگو میکنم که چیزی ازش یاد بگیرم. با کسی که گفتگو میکنم چیزی ازش یاد نگیرم، چه گفتگویی باش دارم بکنم؟ من برنامه‌ای رو نگاه میکنم که چیزی ازش یاد بگیرم. وقتی برنامه‌ای رو نگاه میکنم مبتذله، چیزی نداره توش، من مغزم معیوبه برم بشینم وقت طلایی زندگیمو بذارم یه چیزی نگاه کنم. هر دقیقه از عمر ما داره میره. بانو پریسا، الان بنده اینجا پیش شما نشستم یک ساعت و نیم که اینجا در خدمتتون هستم، یک ساعت و نیم عمر من و شما رفت. بانو پریسا، شما با میلیاردها دلار نمیتونی یک ساعت و نیم برگردونی. نمیشه، رفت، تموم شد. الان دیگه نمیشه 8 شب آلمان، الان شد 9 و نیم شب آلمان.
من بیام وقت خودم بزنم بدم ببینم یه برنامه مبتذل قیافه شهرام و همایون و با اون مهمونای قزمیتش دیگه کنم برای چی؟ من دیوانه. خب خیلی راحت یه کتاب میذارم جلو میخونم، اصلا استراحت میکنم، میرم میشم یه موزیک ساعت‌ها رو میذارم نگاه میکنم، کنسرتشو میرم میذارم نگاه میکنم، خودم واسه خودم ریلکس نگاه میکنم، میشینم چهار تا آهنگ قدیمیشو گوش میکنم، خواننده مورد علاقمه. هر کسی رو در قالب خودش نگاه کنید، هر کسی رو در اندازه‌های خودش نگاه کنید، هر کسی رو ببینید که میگه با کسی حرف بزن که حرف ازش یاد بگیری، چیز ازش یاد بگیری. من برم با اینا حرف بزنم چی ازشون یاد بگیرم؟ فحاشی، اتهام، دروغ گفتن؟ بانو پریسا چرا مثلا اونجوری لباس پوشیده بودی؟ بانو پریسا چرا مثلا اینجوری حرف زدی؟ خب اینا مزخرف‌گوییه. شما بیاید از کلام ایشون، از حرف من انتقاد بکشید بیرون، ما پاسخ بدیم. پاسخ هم نداریم بدیم، عذرخواهی خواهی میکنیم. بله من اشتباه کردم، عذر میخوام. ما که ادعای نکردیم که، ما که رهبر نمیخوایم بشیم، دولت در تبعید نمیخوایم بزنیم. حالا شما مطمئنی دولت در تبعید میخوای بزنی؟ من نه بانو پریسا، اصلا و ابدا. من فقط میخوام برم سر آرامگاه پدر و مادرم، دنبال نه دولتم نه دنبال ملتم نه دنبال هیچی نیست، اصلا و ابدا. فقط دنبال ایران و دنبال پادشاهیم، تموم شده. عرض کنم خدمتتون که جناب آقای احمدی یکی دو شب پیش اسرائیل زد در سوریه، در دمشق، در دیرالزور، سپاه قدس رو حسابی در بداغون کرد، سپاه وابسته به جمهوری اسلامی رو، و حدود 105 نفر رو اونجا به هلاکت رسوند. میبینیم که جمهوری اسلامی اصلا صداشو در نمیاره، اصلا در مورد این موضوع صحبت نمیکنه. ولی الان در اسرائیل هم خیلی خیلی فضا امنیتی میگن آماده باش هستن، همه نیروهای ارتشی اسرائیل یعنی پیش بینی میکنن که جمهوری اسلامی واکنش نشون بده. حالا واکنش جمهوری اسلامی میتونه از جمله موشک باشه که خودش میگه نقطه زن داره و میتونه اسرائیل رو بزنه، میتونه عملیات های تروریستی باشه که توسط حماس و فلسطینی ها در خاک اسرائیل انجام میده. بر روی ارتش اسرائیل خودش رو آماده کرده. ولی نکته ای که من میخوام بگم بهتون خیلی جالب بود برام این بود که در سوریه مقامات روسی، سفیر روس در پارلمان سوریه حاضر شده و ازشون خواسته که پرچم جمهوری اسلامی رو که همیشه در پارلمان سوریه بوده پایین بکشن. و وقتی که سفیر ایران بهشون اعتراض کرده که چرا پرچم ایران در پارلمان سوریه نیست و پایین کشیده شده، میگن روسا دستور دادن. فکر بکنین چرا باید روس دستور بده که پرچم جمهوری اسلامی رو از پارلمان سوریه بیارن بیرون؟ من میتونم حدس بزنم که روسها با امریکا و اسرائیل به توافق رسیدن که شر این اراذل و اوباش از سوریه پاک کنن، برای همین هم دست و پای اسرائیل را بیشتر باز شده که میره میزنه 140 نفر به درک اسفار و سافرین که دستش هم درد نکن و با توافق رسیدن با امریکا و اسرائیل. بله من فکر میکنم که جناب آقای احمد شما کاملا درست میگین. الان بهترین زمان برای مردم ایران برای براندازی، الان موقعیت ایجاد شده که شرایط منطقه به کمک ایرانی ها اومده. ما الان میتونیم صدای حق طلبانه خودمون رو به گوش جهانیان برسونیم. لازمه این نکته رو براتون تعریف کنم آقای احمدی. این هفته آقای مایک پومپئو بعد از رفتن ستاره درخشش از صدای آمریکا رفت اونجا و هم مصاحبه داشت. مایک پومپئو در صدای آمریکا در اومد خطاب به مسئولین و مدیران جدید این کانال، گفت که شما میبایستی صدای بی صدایان باشید. وقتی یه ایرانی میاد کانال صدای آمریکا به زبان فارسی رو باز میکنه، بعد خبرهای امید بخشی رو از شما بشنوه که احساس کنه آزادی ایران نزدیکه. ببینید فوری دوستان برای من پیام دادن بانو پریسا، چون اولین کسی که
عنوان کرد صدای بی صدایان من بودم. این تبلیغ من بود که همیشه بیان میکردم که صدای پارس اسرائیل صدای بی صدایانه، ما میخواییم صدای بی صدایان باشیم. و اون دقیقا جمله من رو گفت، یعنی اون شخصی که ترجمه میکرد مثل این که بهش گفته بودن که این جمله رو بگو. تمام اینا رو گفتم که بگم چرا وای احمدی صدای ما شنیده میشه. مطمئن باشین برنامه ما در تاریخ خواهد ماند، کسانی که باید بشنوند میشنوند و امیدوارم که اتفاقای خوب بیفته. امیدوارم که به زودی بتونیم نوید آزادی ایران رو از همین رسانه، از همین تریبون اعلام کنیم. و به عقیده من جناب آقای احمدی، اگه بتونیم برنامه هایی بذاریم در این روزها، هم در این پایگاه و هم پایگاه های مردمی دیگه، که مردم رو به جوش بیاریم، به خروش بیاریم. مردم ایران نشون دادن در طول تاریخ که خیلی انسان های غیرتمندی هن، خیلی غیرتی هن. باور کنید من یه برنامه اینجا داشتم، یک بانوی عزیز هموطنمون که مجبور شده بود بره ترکیه به خاطر اینکه مبارزه کرده بود با جمهوری اسلامی، از دست این فرقه تبهکار فرار کرده بود و رفته بود ترکیه، اومد با شهامت کامل توی برنامه ما و از مصیبت‌ها گفت، از وضعیتش گفت، از اینکه الان در ترکیه داره رنج میکشه گفت. باور نمی‌کنین بیشتر از چندین تلفن، من بگم تلفن من آروم نمیشد تا دو سه روز من همینجور زنگ داشتیم، تلفن داشتیم به استودیو که خانم ما خیلی ناراحت شدیم. و کسانی هم زنگ میزدن که اتفاقا خودشون هم تو همون شرایط ها بودن، یعنی نمیتونستن کمک کنن ولی دلشون میخواست کمک کنن، زنگ میزدن، غیرتی شده بودن. ما خیلی ناراحتیم که ناموسمون اینطوریه، ما خیلی ناراحتیم که امروز وضع زنان ایران اینطوریه. میخوام بگم مردم ما بی غیرت نیستن ولی باید اینها رو در یک شرایطی قرار داد که بیدار بشن، یعنی غیرتی بشن، به جوش بیان. به عقیده من نمیدونم تا چه حد چطور میشه این کار رو کرد، ولی من دیدم شما جناب آقای احمدی گزینه بسیار خوبی هستید. من یکی از دوستان میگفت هر وقت برنامه آقای احمدی رو میبینیم یه جورایی قلقلک میشیم، غیرتی میشیم که بابا بلنش این کشور رو نجات بدین. بله، بعضی برای خود من مینویسم وقتی شما صحبت میکنیم ما میخواییم بریزیم تو خیابون بگیم جاوید شاه. مردم رو باید تهیج کرد، مردم رو باید در حالت یه روزی معمر قذافی به خمینی پیام فرستاد، من قشنگ یادمه، گفتش که شاید 6-7 ماه از اشغال ایران گذشته بود یا کمتر، به هر حال گفتش که به خمینی گفت نگذارید صدای انقلابتون هیچ وقت خاموش بشه و مردم رو در جوش و خروش انقلابی نگه دارید. خب من سنم نمیخورد به این حرفا، نمیفهمیدم، ولی حرفا توی گوشم، تو حافظم میمونست و میمونه. حالا حافظه بدی ندارم به خاطر دریافت چنین حرفا و چیزایی که علاقه مندم. به هر حال این نصیحت خوبی است. شما کشوری رو که میخواید، ملتی رو که میخواید از زیر یوغ استثمار، استعمار، استبداد، دیکتاتوری نجات بدید، باید ملت رو در حالت جوش و خروش انقلابی نگه دارید. مشکل من با رسانه های گروهی چیز؟ مشکل من این هستش که یکی میاد مثل حمید چیز، اون شبخیز، ملت ایران رو کاملا می نشونه. ببینید بانو پریسا، یه موقعی هست من هدفم مبارزه است، یه موقعی هست من هدفم پول جمع کردنه. من آدم بیشعوری نیستم، بیسواد هستم، بیشعور نیستم. من میدونم چه کسی اومده پول جمع کنه، چه کسی اومده مبارزه کنه. اینا هیچ کدومشون نیومدن مبارزه کنن، اینا اومدن پول جمع کنن، چون موضوع چشم و همچشمی تو لس آنجلس. تو لندن موضوع اینه که تو ماشین شیکتری داشته باشی. بانو پریسا، من 99% کسانی که به دروغ به خودشون میگن اپوزیسیون میشناسم، با بیش از 60-70% گفتگو داشتم، با خیلیشون از نزدیک برخورد داشتم، دیدمشون تو تظاهراتون، نشستات تو چه و چه و چه، میشناسمشون اینا چه جونه برایی هم. یک دونه آدم سالم، من همیشه گفتم اسم 10 تا میهن پرست رو برای من بیارید، 10 تا میهن پرست تو این سالها، یک دونه سالم تو اینا نیست.
ما باید ملت بکشیم بریم تو خیابونا. حمید چرخیز اومده نشسته یه دونه دیس گذاشته جلوش، در حالی که ملت نداره بخوره، داره مثل دور از جون گاو میش چلو کباب میخوره، اونم زرشورو با مرغ میخوره. به پسر عباس قادری میگه که اون آهنگ بابا رو بذار، اون که اومدم سر کوچه‌تون نبودی. این یعنی مسخره کردن یه ملت، این یعنی یه ملت رو به راه بیراه بردن، این یعنی مزدور بودن. حمید شبخیز باید محاکمه بشه، خودش و زنش. اینا اگه بیان ایران باید محاکمه بشن، اگه نایان خب نایان دیگه، ولی به عنوان کسانی که پاشون به ایران بخوره مثل علیرضا امیرقاسمی باید محاکمه بشن. اینا جز کسانی هستن که باید در دادگاه ملی محاکمه بشن. دیگه نباید به خائنین به کشور ایران ما بی تفاوت باشیم و رحم بکنیم. شهرام و همایون باید محاکمه بشه، باید بشه. بهرام مشیری، علیرضا نوریزاده، نیبودی، حسین فرجی، اینا باید محاکمه بشن در آینده ایران، باید محاکمه بشن. بیژن فرهودی باید محاکمه بشه در آینده ایران که یک سال دو سال ملت ایرانو با روح الله زم سر کار گذاشت. و یک بخشی از ملت ایران، یک بخش کوچکی از ملت ایران منتظر اون لحظه است. یک بخشی که من اسمشون رو گذاشتم بچهای ستارخان، بچهای باقرخان. اگر ما تاریخ ایران رو بدونیم متوجه میشیم که ما در خراسان خودمون هنوز بچهای ابو مسلم رو داریم، ما هنوز سیاه جامگان رو داریم، ما هنوز سربداران رو، بچهای سربداران و اون سربازان سربداران رو داریم. اینا رو الان خیلی ها نمیفهمن من دارم چی میگم، نمیفهمن. ما الان در خود آذربایجان نوادگان ستارخان و باقرخان رو داریم، ما هنوز در لرستان داریم بازماندگان اون ایل بختیاری رو، اون بخشو، اون انسانهای شریف رو. ما هنوز داریم در استان فارس بازماندگان ناصر دیوان رو داریم، ما هنوز داریم دلیران تنگستان رو که برن و تفنگ رئیس علی دلواری رو از زیر خاک بکشن بیرون، ما هنوز رستمای خودمون رو داریم در بلوچستان، داریم. ما هنوز پهلوانان کرمانشاه رو داریم، فقط این نیست که همه برن در گاراژ. ما هنوز غیور زنان و غیور مردانی در رضایه داریم، در اردبیل داریم، در رشت هنوز هستن باقی مانده مشروطه خواهان. ما هنوز غیرتمندانی رو داریم در آمل و بابل، در ساری. ما هنوز بچه های غیور ترکمن رو داریم، داریم. منتهای مراتب منتظرن این بچه ها. هنوز بچه های تهران، اون بچه های اصیل تهران هستن که منتظر اون لحظه. این مقصودم منتظرن نه اینکه بیان سر ببرن و وحشیگری کنن، خیر، که بیان و کشور رو به دست بگیرن. و اون موقع اکثریت خاموش متوجه میشن که رضا احمدی 3 سال داشت چه زجری میکشید. چرا 3 سال میگفت هر چه میکشیم از لجنجلس و لندنه؟ چرا رضا احمدی گریبان اینا رو گرفته بود و میگفت اینا مزدورن؟ اینها مزدورن، قمپوزیسیونن، نه اپوزیسیون. اینها کسانی هستن که با داشتن امکانات صوتی و تصویری و پولهای آنچنانی می توانستن رضا پهلوی وارث تاج و تخت رو تبلیغ بکنن و فضایی رو در ایران به وجود بیارن که نه فقط یک نفر به اسم رضا احمدی در واپسین لحظات بیاد بگه جاوید شاه. همشون میتونستن از روز اول بگن جاوید شاه، همه میتونستن بشن فریدون فرخزاد، آره میتونستن، همه میتونستن بشن ستار که از روز اول رو حرفش بمونه بگه پاینده ایران، درود بر مشروطیت، آره من یک مشروطه خواهم. همه میتونستن بشن، نشدن. چرا؟ چون مزدور بودن، و چون مزدور بودن دنیا پول ریخت تو دست بالشون. چرا ستار به کنسرت های آنچنانی دعوت نمیشد؟ چرا؟ چرا کنسرت ها رو میدادن به این و اون؟ به خاطر که برن بالای منبر، نه سن، اون سن هنری نبود، منبر بود، برن بگن اون که یک دنیا بهش میباخ لشکر پیاده تاج رو از سرش برداشت، داروش اقبالی خوند، بیاد بشه بنگ 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 گوگوش که بیاد نوکر اصلاح طلبا بشه. پس مزدورید. ببینید بانو پریسا، ملت ایران غیوره. هر کس بگه ملت ایران بی غیرته، بی غیرت خودش و جد آبادش. ملت ایران غیوره، ملت ایران شریفه، ملت ایران مبارزه، ملت ایران در طول هزارهای تاریخ این چارچوب رو نگه داشته. ملت ایران کیست؟
ملت ایران تویی که اونجا نشستی، منی که اینجا نشستم، ما ملت ایرانی، من، تو، او، ما، شما، ایشان، ما ملت ایرانیم. آیا ما بی غیرتیم؟ آیا ما بی تفاوتیم؟ خیر، ملت ایران ملت غیوریست، اما این ملت سلاح نداره، این ملت وسیله نداره، این ملت رو به خاموشی کشوندن، این ملت رو به یک سکوت وحشتناک دعوتش کردن. کی؟ کسانی که جلوی دور میان نشستن، کسانی که اومدن نشستن دستشون رو گذاشتن زیر چونهشون، فقط میگن پول بدین، پول بدین. امشب با این گفتگو میکنم، فردا شب با اون. من از شما میپرسم، آیا بانو پریسا شما نمیتونی بری با خزعلی گفتگو کنی؟ آیا شما پاسدار نمیتونی بیاری بشونی بغل دستت؟ آیا شما با نوکران جمهوری اسلامی نمیتونی گفتگو کنی؟ چرا میتونی؟ چرا نمیکنی؟ چون مزدور نیستی. خیلی راحت بگم، چون مزدور نیستی حذفت میکنن، چون مزدور نیستی یوتیوبتو میبندن. مزدور بودی این کارو باهت نمیکردن. ما مزدور نیستیم. اگر مزدور بودیم ما هم کیفیت تلویزیونمون بالا میرفت، ما هم سوار ماشینای چند صد هزار دلاری میشدیم، ما هم صاحب خانه هایی که از قصر شاهنشاه بسیار بسیار مجلل تله در لس آنجلس میشدیم. ما هم اگه مزدور بودیم میتونستیم در دبی، در قبرس، در استانبول، در این ور اون ور صاحب ویلاهای آنچنانی بشیم. اینا مزدورن، همشون مزدورن. کسی که با محسن سازگار گفتگو کنه مزدوره، هیچ لغت دیگه نیست. کسی که بره با مامورین جمهوری اسلامی گفتگو کنه مثل هوشنگ امیر احمدی، این مزدوره. کسی که بره مامورین جمهوری اسلامی رو بیاره اونجا باشون گفتگو کنه با مثل تاجزاده، این مزدوره، چیز دیگه ای توش نیست. کسی که یک ملت رو هر روز با یه بامبول جدید سر کار بذاره، این مزدوره. پس ملت ایران رو شماها به این روز انداختی، اما این ملت هنوز ستارخان خودش رو داره. ستارخان که از کره مریخ نیومده بود که. رضا شاه بزرگ از سن پترزبورگ نیومد ایران، بچه مازندران بود. باقرخان و ستارخان بچه های تبریز بودن، بچه آذربایجان بودن. ابو مسلم بچه خراسان بود، اینا بچه های اون مملکت بودن. کوروش، داریوش، خشایارشا، اینا بچه های اون مملکت بودن. امیر بزرگ، امیر کبیر بچه اون مملکت بود. پس ما داریم هنوز این بچه ها رو، هنوز هستن، هنوز یه جو غیرت در وجود مردان و زنان ایرانی هست. منتهای مراتب دستم بسته، پاهام بسته، چه کار از دست من برمیاد جز فریاد، جز داد زدن، جز التماس کردن برای نجات کشورم، جز به درگاه خدا پناه بردن که بیستم در برابر آسمان آبی و بگم پروردگارا ملت ایران رو نجات بده. کار دیگه از دستم بر نمیاد، کاری از دستم بر میاد بگید من بکن. اگر من میدونستم با کشته شدنم امشب ایران نجات پیدا میکنه، به خاک مادر و پدرم سوگن من این کارو میکردم. کسی میخواد حرفم رو باور کنه میخواد نکنه، بگن آقا تو همین امشب بمیر ایران نجات پیدا میکنه، به شرافتم سوگن این کارو میکردم. وجود من چه معنایی برای زندگی میتونه داشته؟ اصلا من الان نمیرم، 50 سال دیگه بمیرم، ولی وقتی بدونم میمیرم کشورم نجات پیدا میکنه، تموم شد، نجاتش بدید ایرانو. من اومدم بمیرم که ایرانم نجات پیدا کنه، چون میدونم باید جون بدم تا ایران نجات پیدا کنه. ولی کدوم یکی از اینا میان این حرفو بزنن؟ همش لب و دهن خالی میبندن، دروغ میگن، مزدورن، مزدورن، به شرافت بشری سوگن، همشون عاملن، همشون نوکرن. حزب مشروطه برامون درست کردن. حزب مشروطه کیه؟ چیه؟ هیچی. یه مش بی سواد نشستن اونجا مشروطیت رو سر بریدن تو لندن. به مشروطیت خیانت کردن. خیانت شد به مشروطیت توسط یه مش قلابی به اسم دروغین حزب مشروطه. بنیادش کی میذاره؟ داریوش همایون. چه کاره است؟ یه نوکر ابدی انگلیس. بریم دردمون رو به کی بگیم بانو؟ پس ملت ایران، بله، میشه تحریج کردی ملت رو، میشه این ملت رو تکون داد، اما چگونه این کارو بکنیم؟ هر که هرچی به عقلش میرسه، به نظرش میرسه. این به عقل ناقص من رسید. بچه‌ها بنویسید جاوید شاه، بچه‌ها بگویید جاوید شاه، بچه‌ها پشت سر اعلیحضرت بایستید، فقط پادشاهتون رو صدا بزنید، فقط پادشاهتون. اگر چیز دیگری به مغزم برسه میگم بچه‌ها بس دیگه، جاوید شاه گفتن نوشتن، بسته، این کارو بکنیم. چیزی به عقلم نمیرسه. این تنها چیزی است که میتونم بگم بچه ها این جاویدشا رو از زیر خاک بکشیم بیرون و با فریاد جاویدشا کشور رو نجات بدیم، چون این تنها شعاری است
که کرد و بلوچ و لور و مازنی و گیلکی و آذری رو به هم وصل میکنه. همه ایران میگه جاوید شاه. این ایدئولوژی نیست، این به رضا پهلوی دخلی نداره، ارتباطی نداره. جاوید شاه یعنی پاینده باد ایران. ما هدفمون ایرانه که نمایندگی و ریاست این جریان، نماد این جریان، پادشاهی کشورمون رضا شاه دوم پهلوی سوم. البته جناب آقای احمدی، ما تو این چند روز گذشته شاهد اعتراضات مردمی در ایران هم بودیم، به خاطر اینکه نمیشه ندیده گرفت وضعیت فجیع معیشتی در ایران جان خیلی ها رو به لبشون رسونده. یعنی الان که قطع شدن برق هم صدای خیلی ها رو درآورده، چون ساعت طولانی برق میره در تهران، در شیراز، در آبادان، اکثر استانهای ایران شاهد قطعی برق هستیم. بنابراین من فکر میکنم که مردم به جوش خواهند اومد، به خروش خواهند اومد. بالاخره دیر یا زود این اتفاق میفته، دیر یا زود این خشم مردم تبدیل به آتش میشه، این خاکستر، این آتش زیر خاکستر شعله ور میشه و تمام این حکومت جمهوری اسلامی و فرقه تبهکار رو به آتش میکشه. من که ایمان دارم به این موضوع جناب آقای احمدی، و سپاسگزارم از برنامه خوبتون. خسته نباشین. با اینکه آخر هفته است، میدونم بعد از یک هفته تلاش میرسین اینجا و برنامه مثل همیشه پربار بود. امیدوارم که بتونیم هفته آینده خبرهای خوشی رو بدیم و این بحران رو هم پشت سر بذاریم با هم دیگه. عزیزان، امیدوارم که ایرانی سربلند باشه، ایران آزاد بشه و دیگه شاهد خبرهای بعد از داخل ایران نباشیم. به امید خدا. سپاس از شما، شما هم خسته نباشید، از همکارتون آقای کامران و همه خانم آقایون، شنوندگان، بینندگان و همه عزیزان در سراسر جهان. تا هفته آینده، پاینده باد ایران، جاوید شاه. بی‌نهایت سپاسگزارم. سپاس از شما و بدرود. تا هفته آینده جناب آقای احمدی عزیز. بدرود. سپاسگزارم. شبتون خوش. شب خوش. منو میشنوید، تمنا دارم